ګران دوستانو سلامونه او احترامونه خراغلاس د سپینو خبرو پروګرام ته هیله ده چې هر یو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. بیا هم ستاسو په خدمت کې یو، بیا هم بسم الله الرحمن الرحیم، بیا هم بهار ده او پسرلی ده او دایما شا کې ښې اوبه دي او شنې ونې دي او بهار او پسرلی تجلیلیږي. خدای دې د پسرلي شپې ورځې رښتیا تاسو په ژوند کې حاکمې لري، زوندم بهار او پسرلی اوسه. به هر حال دوستان عزیز، البته اخبار افغانستان باز هم البته مطرح میشه، بالای مسائل افغانستان صحبت داریم و شما هم خواهش دارم که بالای اوضاع جاری افغانستان نظریتتان ارائه بدارین. نشست وزرای خارجی قوای ائتلاف بگویم یا کشورهای ضد داعش و ترور و تروریزم در واشنگتن دایر گردید، در اونجا آقای صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان هم اشتراک داشتند، صحبت نمودند هر یکی و تصامیم مشترک اتخاذ گردید برای سرکوبی ترور و تروریزم یا حراس افغانی در کشورها علیه داعش صحبت صورت گرفت و تدابیر داشتن. آقای برهان صلاح الدین ربانی البته عامل اصلی مشکلات افغانستان یا تروریسم در افغانستان و پاکستان شمرد و این بار یکمک با لهجه نرمتر ضد پاکستان که یعنی پاکستان بیمیلی نشان میده برای سرکوبی طالبان یا حراس افغانان در پاکستان و محو مراکز ترور و تروریسم در پاکستان صحبت از اونا شنیده شد و وزیر خارجه امریکا هم بلند شدن و اونا گفتن در جمع مدعوین یا کسانی که اشتراک داشتن وزرای خارجه که ما ضد داعش و ترور و تروریسم می جنگیم و ماموریت ما علیه از اونا همچنان برقرار است و به صورت مشترک کشورهای ائتلاف ضد داعش عمل می داره. اول خو دانسته شوه که ماموریت ناتو خصوصا در افغانستان به صورت خاص عرض می دارم، در سال 2001 اگر بیاد داشته باشین وقتی بالای تعمیرات امریکا در نیویارک حمله گردید، عاملین از اونا از عربستان سعودی قلمداد شدن و تبع عربستان سعودی بودن. یعنی همه تعمیرات افتادن و منهدم شدن و سب زوب شد آهن، مگر پاسپورت ها و مو شناخت پاس بگویم یا ایدی کارت و کسانی که عاملین فاجعه بودن اونا هیچ خط نخورده بود. او را گرفتن گفتن این آدم ها در یا هواپیما موجود بودن و پرواز دادن، تعمیرات به هم پاشاندن و افتاد و بیشتری مردم تلف شد. صاحب حرفا را شنیدیم در او وقت و قهر شد. جورج دبلیو بوش دندان خواهی داشت زده کشورهای چون عربستان، عراق، افغانستان چون القاعده در افغانستان فعال بودن، اسامه بن لادن بود و مرکزی از اونا. اونا را شب در میان نشانه گرفتن، گفتن علت همه تعمیراتی که فرو پاشیده شد و توسط هواپیماهای ملکی ما، سفربری ما، توسط القاعده مهندسی شده بود و پیریزی شد و بالاخره القاعده دشمن ایالات متحده امریکا و رفتن افغانستان اشغال داشتن و بالاخره القاعده از افغانستان فرار کرد به پاکستان و در پاکستان سر و کلی از اونا معلوم شد بعد چندین سال. و ماموریت ناتو در افغانستان از آغاز علت اصلی از اونایی که دشمن ما در سرای افغانستان هست و بنان ما ضد ترور و تروریسم در افغانستان می جنگیم. و بالاخره ماموریت ناتو در 2014 به پایان رسید، میشن از اونا و اعلان کردن که یعنی پایان ماموریت قوای ائتلاف یا ناتو بگویم در افغانستان 2014 اعلان گردیده. و شما باید دارین دوستان عزیز که اساکر خود بیرون کردن و حتی ما
مهمات نظامی خود در افغانستان به کلی محو ساختن. حتی شنیده شد که فرنیچر یا مبل و وسایل کارآمد دفاتر خود اونا هم از بین بردن یا در دادن که ما به کلی از اینجا رخت بستیم و میریم افغانستان به حساب اعلام دادیم ماموریت ما ختم شده. مگر اگر راستی از 2001 تا این دم شما مقایسه کنین دوستان عزیز، در آغاز اشغال طالبا به کلی از بین رفتن، اکثر از اونا سرانی از اونا را آوردن در گوانتانامو بی، در میان آب یک زندان داشتن، در اونجا اونا را زنجیر و زولانه انداختن و بیشتری مردم بی‌غرض و به حساب غیر طالب یا غیر القاعده افراد ملکی هم با ریش و سلا و کلا در اونجا بسر بردن، چندین سال زجر شدن و مصائب عادی حالی از اونا گردید و دیگه نه طالبی بود و نه کدام خیزش زده قوای ناتو. آیستا آیستا در طول این سالها حال طالب تقریبا نصف افغانستان را تسخیر کرده و قلم جدیدی که علاوه گردیده البته داعش است و داعش هم شما میدانید که بعد از اشغال عراق توسط قوای اطلاف زاده شده و از اونجا از گهواره مصائب عراق به وجود آمده، بلند شدن ضد شیعه ها. یک حکومت شیعه به کمک یا معاونت ایران در عراق مستقر گردید، حکومت مالیکی، و اونا مظالم را ضد سنی ها بران داختن و کسانی را که طرفدار یا پشتیبان صدام حسین بودن اونا را بسیار تعجیز کردن و خانه های از اونا را ویران کردن و ضد از اونا، و بالاخره یک جنبش، یک حرکت، یک خیزش به نام داعش به وجود میاد در عراق و سراسری میشه، هم سوریه را احتوا میداره و هم عراق، و اسم خود داعش هم دولت اسلامی عراقی و شامی و اینا به وجود میاد و بالاخره همی عنوان، همی اسم و رسم در دیگه کشورها هم میخواین اینا پیاده کنن و در افغانستان هم در روزا مسئله داعش علاوه گردیده. یعنی جایی که یعنی ترور و تروریسم محو شوه بیشتر شده، ازدیاد یافته. ایره شما سال 2001 تا این دم اگر بررسی شوه، در وقت طالب نبود، سرکوب شد، از بین رفت، القاعده هم گلمش جمع شد و اونا به رهبریتی از اونا به پاکستان فرار کرد و بالاخره دستگیر میشه در اسلام آباد در جوار اکادمی نظامی پاکستان و در آبهای بحر هند خاکستر از زوره یا جسد از زوره می اندازه. این داستان ها را شنیدیم دوستان عزیز. این تا این دم ماموریت ناتو به نام مبارزه جنگ علیه ترور و تروریسم در افغانستان، عراق، سوریه، کشورهای دیگی دوام داره امی جدل. مگر جایی که ترور از بین بره یا مخالفت زده حکومت افغان دست نشانده ناتو در افغانستان یا خود قوای اطلاف، بالاخره تعداد طالبان بیشتر میشه، مناطق بیشتری به دست طالبان میفته و همین ماموریت در حقیقت باید ناکام باشه. در طول 15 یا 16 سال ماموریت ناتو ضد ترور و تروریسم در افغانستان، بالاخره طالبان بیشتری مناطق به دست داره و امروز اعلان کردید که ولسوالی سنگین، که یک ولسوالی بسیار کلیدی و مهم در هلمند شمرده میشه، قوای یا نیروهای عسکری افغانستان، نظامی افغانستان، از اونجا اون منطقه را یکی زنده ترک میگن و میگن که عقب نشینی تاکتیکی بود. یعنی 350,000 نیروی نظامی افغانستان با بهترین اسلحه و پشتیبانی ابرقدرتان جهان، اونا عقب نشینی تکتیکی میکنن، یعنی از حالت دفاعی هم خارج میشن، به حساب فرار میکنن و او را میگن بعدا دوباره بر میگردن. و ولسوالی سنگین هم دوستان عزیز یک ولسوالی یعنی تو عادی بعضی ولسوالی هایی که هیچ به درد نمیخوره، در اونجا مرکز قاچاق مواد مخدر، کشت مواد مخدر، جنگ ها در اونجا بسیار زور انداخته.
یعنی وقتی ولسوالی سنگین تصرف میشه توسط طالبان او هم خود حکومت افغانستان او را اعلام میته و شب در میان ترک میگویه معنای از این را میته که ترور موفق شده تروریسم انکشاف کرد در اون منطقه و ائتلاف بین المللی ناکام ماند یعنی وقتی حکومت افغانستان میگیم قوای ناتو میگیم و اسلحه و مهماتی از اونا برای از اونا ماش به ماش از اونا به پیش میرن بالاخره ناکامی ناتو را اعلان میداره حکومت افغانستان از القوم و از دست و از تفنگ از اونا بیان شده میتونه و امروز در واشنگتن در اونجا جلسه صورت گرفت ای چند روز و سران کشورها یا وزرای خارجه کشورهای ائتلاف در اونجا جمع شده بودن که ضد ترور و تروریسم خصوصا داعش عمل کنن و آقای ربانی یعنی صلاح الدین ربانی اونا پاکستان با بیمیلی با کمک با افغانستان و ای که ترور از بین ببره و ریشکن بسازه و پاکستان عامل بدبختی ها این اگر بیاد داشته باشین دوستان عزیز دکتر نجیب و دیگه زعمای پرچمی و خلقی هم امیر عنوان می کردن چون سنگر مجاهدین در پاکستان بود و وقت با کمک و یا تعاون کشورهای غربی ضد شوروی وقت عمل می شد یعنی هر نطق و خطابی تقریبا دکتر نجیب شما بشنوین ضد پاکستان در امو عوامل خارجی قلمداد میکنه و اونا میگن که اینا فریب خوردن توسط پاکستان و جنرالای عسکری پاکستان ضد افغانستان عمل میکنن و میخواین پاکستان افغانستان اشغال بداره امروز حکومت موجودی افغانستان باز هم پاکستان متهم به ترور و تروریسم میدانه و ای که سنگر طالب و داعش و القاعده در پاکستان است بنان این مشکلاتی را که ما داریم در افغانستان یعنی پالیسی است که دو طرف سرحد طرح میشه و ریشه ها در اونجا است و از دو طرف وارد میشه یعنی دو اشغال شما ببینید در اوقات متفاوت و دست نشانده های روس یا شوروی وقت و ناتو اردو یعنی همگون شعار ضد پاکستان داره منتها این بار پاکستان در اون وقت ضد شوروی عمل میکرد در یک ائتلاف با غرب یا ناتو قرار داشتن و امروز امو مؤتلفی از اونا باز هم ترور میفرسته و تروریسم این را اگر راستی هم نبض درون یا رازهای درونی را شما مطالعه کنین دوستان عزیز در حقیقت پاکستان یک عامل بحران در افغانستان شمرده میشه و توسط کسی برش گفته میشه یعنی آزادی عمل پاکستان در این مسائل فکر نمی کنم که داشته باشه چون حامیانی از اونا قوای ائتلاف هست و به اونا نسخه میشه اگر راه را هم مسدود می سازه اگر راکتی هم به افغانستان فرستاده میشه و یا ای که مراکز طالب و حقانی و در کویته و در دیگه محلات موجود هست یا جلساتی از اونا توسط پاکستان اغماز میشه ای از یک جای یعنی تدبیر میشه ای را شما تو گمان مبرید که پاکستان خودسرانه عمل میداره با تعهدات با قوای ائتلاف و همکاری با اونا یک بخش ترور و تروریسم بگویم یا فرض کنیم مبارزه علیه ناتو یا جنگ در افغانستان ضد حکومت و حکومت افغانستان هم تربیه میداره که ضد طالب در جنگ قرار بگیره و مساز بسیار بلند ماندن صاحب که مردم نشنوا فریاد مردم هر بدبختی و هر فاجعه را که اینا بار میاره او را بالای پاکستان و مرکز ترور و تروریسم پاکستان میدانه و شاید آقای صلاح الدین ربانی را تربیه کرده باشه برای از او گفته باشه در گوشش که بیشتر پاکستان مقصر بدانین اونا هم باعث بدبختی هست یکان بار ایالات متحده امریکا یا وزارت خارجه هم یکان پتکه و شتکه گفته بعضی ها بالای پاکستان دارن که پاکستان باید دیگه گروه طالب نگذاره و مراکز از اونا رو محو بداره و یرفا بیشتر سبک از اونا تیر میشه بیشتر به نرمی به نرمش تو عمل نمیشه که پول قطع کنه یا فرض کنیم امو تیارای بی پیلوت خود بفرسته مرکز عقانی را هم از بین ببره و همین مرکز طالبا در کویته پاکستان یا در درون افغانستان اگر اینا بخواین خب
یک چند تیاری بی 52 دم و آغاز اگر باید داشته باشین طالبا را سخت افگار کردن اونا یعنی تقریبا 90% خاک افغانستان به دستی از اونا بودن در اون جوش و خروش و به یک حساب رهبر طالبان ملا محمد عمر هم حیات داشتن مگر همونجا چی میگه مشت و درف برابر نیست با همون بهترین تکنولوژی و پیشرفته ترین بسیار قهرآمیز عمل کردن طالب از بین رفت به کلی محو گردید امروز آهسته آهسته میمانه که طالب قوی تر باشه ترور بیشتر باشه و بحران بیشتر باشه و حتی همین مسئله داعش که در حقیقت سر زبان ها افتاده و القاعده و رهبریتی از اونا محو گردیده او را بیشتر اشتهار میدارن برای حراس مردم خصوصا در افغانستان در عراق و دیگر کشورها این باعث از این میشه که مردم بترسه و با اینا بپیونده که اگر داعش آمد سر و کلیتان میبره و بسیار وحشتناک مردم هستن و طالبان که از ضد معارف هستن و صاحب نمیدانم عملات انتحاری را برای میاندازن مردم های بسیار کونه خیال و کونه فکری هستن اونا یک بار تجربه شدن صاحب بالای شما ریش شما را کنترل میکنه و نمیدانم باید در بار شما به وضو بیاین و حرفا را یعنی اقدر یک نفر اگر یک گروپ یک جناح را اینا سیاه بسازه بسیار برای از اینا آسان است یعنی همی اشتهار و ترم اشتهار و جهانی نزد از اینا است و او را کنترل میکنه درجه از او را که به سودی که چی بگوین شما میدانین که جنگ جبهوی دارین و جنگ زبانی و مطبعاتی دارین و اینا میگن که همون ستون عمده یک محاربه مطبعات است، اشتهار است و چی میگه حاکمیت بالای افکار عامه است او را وقتی شما مردم از ذهنش تغییر دادین ضد یک گروپ یا به جانبداری کسی در حالی که در افغانستان هم امروز شما میبینین دوستان عزیز که معارف خیالی دارن وزارت دفاع خیالی که بسیاری پولها حیف و میل میشه به نام معاش و مدد و مهمات نظامی به دست از اینا میفته اتفاقا دمی خبر امروز آغاز سال تعلیمی بود در اونجا آقای سرور دانش که او هم یکی از توتی های ناتو شمرده میشه برای از اون نسخه میشه که چی بگویه و نگویه در اونجا استاد که عامل بدبختی ها و ضد معارف و تعلیم مخالفین مسلح حکومت افغانستان هستند در حالی که همه تو نیست مخالفین حکومت افغانستان خوب درست است جنگ و اینا دارن شما باز 350,000 آدم دارین 49 کشور عقب شما افتاده 5 بیلیون دلار برای شما میرسه وزارت دفاع تان هم میگه که اونجا یک نفر است به نام وزیر دولت زای است چی بلا سب اونمون نشسته و کلگ دنیا میگه که همی ولسوالی سنگین به دست طالب ها افتاده و میگه که نیم حالا خوب به دست طالب نافتاده هیچ طالب نمیتونه که ولسوالی ها را تسخیر کنه سب او را شانده که گردن خود بسته کنه و سب از اون خلقی های وطن فروش به میسته یک برادر ایراتی ماست نمیدانم کی از او با گردن لوکو اما تو چی میگه گردن کلوفت می نشینه وطن فروشی میکنه صاحب یارفا رو میشنیم به هر حال خبر اول دوستان عزیز یک تحلیل مختصر در رابطه ما داشتم و شما هم میخوایم که امو درون وقایع را نبضهای توطئه جهانی را در رابطه با همین مسئله ترور و تروریسم که نشستها صورت میگیره میخوایم شما هم برملا بدارین چیزی که به ذهن شما خطور میکنه خبر اول بود و بعدا خبر دوم و سوم میریم آهسته آهسته بالای افزای افغانستان صحبت خواهد کرد. نشست دو روزه ائتلاف جهانی ضد داعش با حضور وزیران خارجه و نمایندگان 68 کشور جهان به شمول صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان در واشنگتن برگزار شد. وزیر خارجه ایالات متحده تاکید می‌ورزد که ناتوان شدن این گروه نه بل شکست آن هدف نهایی واشنگتن است. درست در همین ماه ده ها تن هنگام کشته و زخمی شدند که اعضای داعش با تغییر قیافه هایشان همچون دکتران و یک شفاخانه در کابل حمله کردند. ما میدانیم که قوت نظامی داعش را در میدان نبرد متوقف خواهد کرد. اما این قدرت ترکیبی ائتلاف ما است که ضربه نهایی را به داعش وارد خواهد کرد.
در همین حال در بخش از اعلامیه نشست ائتلاف جهانی ضد داعش درباره نبرد با این گروه در افغانستان آمده است. ما از تلاش های حکومت و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در جنگ با داعش و عملی سازی رهبری ملی افغانستان بر ضد این گروه استقبال میکنیم. هرچند این گروه در کشورهای چون افغانستان ضربه دیده است، اما برای شکست نهاییش به ادامه فشار نظامی بر این گروه نیاز است. ما بزرگترین ماموریت جنگی ایمان را در افغانستان برای این راه انداختیم تا مطمئن شویم که این کشور هرگز بار دیگر به خانه و خواستگاه حراس افغانان جهانی مبدل نشود. همزمان با این در یک اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که از سال 2014 تا کنون بیش از 19,000 حمله هوایی بر پایگاه های داعش در جهان به ویژه سوریه و عراق انجام شدند که در نتیجه آنها ده‌ها هزار داعشی به شمول نزدیک به 180 تن از رهبران بلندپایه و میانپایه این گروه از میدان های نبرد حذف شده اند. دوستان عزیز، خبر جالب یا خبر بود یقیناً در این رابطه صحبت شد. میشه نظریات شما را هم داشته باشیم از طریق لاین های بازی تلفنی. خبر دوم هم مسئله معارف افغانستان است و سال تعلیمی آغاز گردیده و در اونجا زنگ آغاز سال تعلیمی زده شد توسط یکی از زمین ها و آقای سرور دانش صحبت کردن و اونا گفتن که بیامنیتی ها دشمنی است با معارف. باز در این خبر اونا گفتن که مکاتب خیالی و نمیدان مسئله تعلیمات بسیار ضعیف است، حکومت درست عمل نمی کنه. این در این صحبت خود در انگلیسی رو contradiction میگه، یعنی رد میکنه آنچه اونا میگن. ولی از اینکه بیامنیتی ها درست است، مگر خود درونی حکومت افغانستان هم داعش هست، هم ترور هست، هم حراس افغان هستن، مشکلات بار میاره. شما باید دارین که آقای فاروق وردگ متهم بود و حتی دوز به پشتارمی گرفتارم شد و آدم که چندین هزار معلم خیالی داشت و مکاتب خیالی و نمیدانم چپراسی خیالی و معاصلین و متعلمین خیالی و آدم داشت و پولار در جیب خود زد سه برد به دوبای، همونجا گم شد سه فرار کرد، بعد از او پولا را جا به جا کرد، پس برگشت همیلی طرف طرف میگرده سه خود نماینده از اسلامی هم تراشیده و نماینده یا سخنگوی حامد کرزی هم بود، در سر استیجا بلند میشد گپ میزد. اونا کسی نیست که خم به ابرو بیاره سه معارف. یعنی شما تو فکر کنید سه که تعلیم در افغانستان معارف به ضرر مردم عام افغانستان با سودی از اینا فروخته میشه، یعنی مکتب فروخته میشه، معلم فروخته میشه، متعلم برای فروش است. این در معارف افغانستان فرض کنین شما برین در وزارت دفاع جبهات فروخته میشه. در اینجا از ولسوالی سنگین وقتی طالبا بیرون حکومت افغانستان ترک گفته ولسوالی را، خوب شر مهمات به دست طالبان یقینا میفته، همه را خوب برده نمیتونه شب در میان. یعنی یک فروش یک ولسوالی به طالبه هست و در اونجا کدام دستی موجود است؟ شاید طالبه آمده باشه و قماندان گفته باشه بیادر 4 میلیون دلار بیگی برین فرار کنین، گگنی کشته میشین و دیگه سب و هم اسم از او را عقیب نشینی تکتیکی گذاشته سای بیلا دادن. در این جبهات علاوه از اینکه کارتوس فروخته میشه، مهمات نظامی فروخته میشه، یک جبهه فروخته میشه، یک فلسوالی با فروش سمتو که ولایات با پول خریده میشه، ولی ها پول میته ولی میشن تا که امون پول خود دوباره نکشه از رشوت و دوزادوزی اعلان میتن، با مصلحت ها صورت میگیره. حالا هم در خود وزارت دفاع هم به این منوال در دیگه فرض کنین در وزارت مخابرات بیشتر چورکان هست اینا میگن. یعنی منابع عایداتی در چند منفذ وزارت ها، وزارت یا وزارت های بیشتر مهم عایداتی برای همین مردم هست. بعض وزارت سرحدات و نمیدانم اینوان حتی حقوق زنها میگه
خانم آقای اشرف غنی روح‌الله جان 350 میلیون دلار میگه برای مبارزه علیه چی میگه برای حقوق زن در افغانستان، مبارزه برای حقوق زن در افغانستان تخصیصی گرفته از کشورهای جهان. و شما میدانید که ارگانیزیشن های مدافع حقوق زن در کشورهای چون امریکا و کشورهای اروپا و دی کشورها بسیار جدی میگیرن اونا، وقتی میبینن که تو یک خانم با فصاحت صحبت میداره و او هم خانم اول کشور هست و اعتبار هم موجود است، از هر ارگانیزیشن و از هر مؤسسه تو پول ریخته میشه برای احقاق حقوق زن در افغانستان در حدود 350 میلیون دلار میگه منابع موثق میگه برای این مؤسسه به افغانستان داخل شده و تا حال در حیات زن افغان هیچ تغییر مثبت رونما نگردیده، یک شکل نمایشی را داره. و برای همین پولا سای بعضی خانم های از اینجا سب رفتن هم تو همون گربه ها پشک های گرسنه واره رفتن سای با اونجا پالوی روح الله جان نشستن و سخنگوی از اونا در همون مشاوره که میگه آرد بسیار دوست داره، یکان بار در همون آرد میگه خوشگذرانی و ساتیری هم بیکنه، این خانم در همون پولا و دالارا و سای خطر همه چیز پذیرفتن سای بازن بهترین ایالت امریکا به اونجا رفتن که گویا از غم مردم افغانستان اینا بسیار می نالن و وضعشان خراب بود و پر و مامور میشه زمین مجراها سب سفرها و سب عشق زندگی و ساتیری و خوشگذرانی و یک چی میگه قرب و منزلت برشان موتر با سیکیوریتی و اینا به دستشان میفته، در حالی که اینا شغالا و گربه های بیشتر امی کشورها نیستن، چون در اینجا هر یکی باید به مزد کف دست خود امرار حیات بداره، یه تو حیثیت سیاسی و اینا هم ندارن. به هر حال میریم سراغ سال تعلیمی. مهم است دوستان عزیز توجه بدارین و یک فاجعه در ولایت بدخشان پیش شده بود که بالای یک دختره که 7 ساله حمله تهاجمی جنسی صورت گرفته بود، دیروز خبر به حد تکان دهنده بود. شما باور کنیم که اشکای ما ریخت، ولی زی که هر کدام ما اطفال خردی داریم و اطفال افغانستان اطفال ما هستن، برایشان یقینا وقتی تو یک فاجعه را آدم میبینه با زور شنیدیم امروز که یک شکل دیگه را گرفته که خود پدر از او که جگرگوشیش که از خون و ریشی از او طفل تولد میشه میگه پدر یا قبلگاه از او حمله جنسی کرده، خوی مسئله گد خورده و معلوم نشد، مگر هرچی هست اون ضربه بالای هم طفل آمده و حیاتی از طفل برباد شده، راستی یک ثانیه بوده. توجه بدارین به خبر سال تعلیمی، هر کدامی از اونا قابل تحلیل و تفسیر است. توجه بدارین. دریچه آموزش و پرورش سال 1396 هجری خورشیدی در بخش های سرسیر کشور با نواختن زنگ مکتب از سوی معاون رئیس جمهور گشودند. سالی که بیش از 1 میلیون دانش آموز تازه به کاروان 9 میلیونی معارف می پیوندند. طالبان و سایر مخالفان مسلح دولت اولین و مهمترین عامل این محرومیت هستند. گروه های تروریستی دشمنان آگاهی، دانایی و آزادی هستند. وزارت معارف مهمترین چالش هایش را چنین فشار نمی سازد. عدم دسترسی تعداد از کودکان ما به مکتب، کمبود تعمیر برای 48% از مراکز تعلیمی، کمبود فیصدی شاگردان و معلمان از طبقه اوناس، مسدود بودن شماری از مکاتب به سبب ناامنی ها می باشد. با این همه وجود مکتب های خیالی و فساد گسترده در معارف کشور هنوز هم از نگرانی های بنیادی دانسته می شود. پول های زیادی از بودجه دولت به عناوین مختلف مصرف شده است بدون اینکه در عالم واقع کاری صورت گرفته باشد. افغانستان هنوز هم در میان کشورهایی است که شهروندانش کمترین سواد را دارد، چیزی که معاون دوم رئیس جمهور این معضل را برای آینده های کشور وحشتناک می داند.
دوستان عزیزی، خبر جالب بود. خدا کنه که یقینا اطفال افغانستان تعلیم یافته شوه و باسواد گردن. آیا اگر اونا باسواد شدن و یقینا فارغ شدن، برای از اونا یعنی گنجایشی یه موجود است که کار ماموریت به اونا سپرده شوه، آیا آینده دارن یا ندارن و آیا خود امی تعلیم و آموزش معلمی درست کار داره، مربی و شما در بشری محلات راپورایی که میرسه یک مکتب باید اعمار میشد، پول و تخصیصی از رو به جیب کسانی که در وزارت معارف کار میکنه به جیب از اونا افتاده، اونا در زیر یک چتر که در اونجا هم از آفتاب مسئول نیستن و از هم روزهای بارانی در اونجا نشستن، صاحب بالا یک تختی سیاهی مشق نوشته میشه، صاحب در نصف روز یعنی به شکل نمایشی اطفال رخصت میشن میرن پس کار خود. یعنی هر چیز همونطوری که بخش تعمیراتی افغانستان دست به دست میشه در میان قراردادی ها و بالاخره پول به دست امو کسی که در آغاز قرارداد کرده امو 70-80% از اونا تقسیم میشه، یک 10% یا 20 از او مصرف میشه. اگر یک سرک اعمار میشه یا یک تعمیر، عمر عزیزی از او بسیار کوتاست، چون اگر خشت یا سنگ باید تخصیصیه داده شده باشه که از سنگ درست شده و از خشت خام صرف باید یک نمایش و حتی اینا میگن که این سرک ها و خیابان هایی که درست میشه او را گلماله میکنن که مقصد رنگ رویش درست معلوم شده و بالاخره بعد از یک بارانی و یک سیل بیای امو سرک از بین میره. یعنی اینا از لحاظ مهندسی تشریح میکنن، خصوصا در امریکا که ملک آبادی است و اعمار هست و با ارکیتکت بسیار درست و خوب عمل میشه، اونا یک لایف اکسپکتنسی دارن برای یک سرک یا خیابان یا یک تعمیر که همین تعمیری که با همین مصارف اعمار میشه از لحاظ تکنیکی چند سال باید اینجا استاد باشه و از او استفاده صورت بگیره. اونا یک عمری دارن، مگر در افغانستان شاید یک سال و دو سال و از بین بره و پولا حیف و میل میشه. همه طور است. خبر بعدی، خبری که آقای دولت وزیری هم گفتن در اینجا صحبت کردن، ولسوالی سنگین ولایت هلمند مطرح بود. دوستان عزیز بالای از روی قدر صحبت هم کردیم و خبری بسیار مهم است که طالبان اعلان کردن که ولسوالی سنگین فتح کردن، مگر اینجا شنیده شد که فتح نشده و خود حکومت افغانستان یا اردوی افغانستان ترک گفته محله. بنان به او لحاظ یک عقب نشینی تکتیکی بود و یعنی زور طالب نبوده، مگر طالبان یک احسایه را فرستادن بسیار جالب است. در پیواد که در فیصده ایل مخی و که چطور چنان یعنی افغانستان بسیار یعنی مناطق افغانستان به دست طالبا افتاده که اونا از لحاظ فیصدی او را بیان داشته و هر ولایت و هر ولسوالی را جداگانه بیان داشتن و احسایه گرفتن که فرزن فلانی ولسوالی به دست طالب افتاده فلانه. و این واقعیت آمد یکان بار وقتی مرور میشه بازنی اخبار، بعدا در اخبار عام افغانستان طلوع و کانال یک و نمیدانم خورشید یونان بیرون میشه. ما پیگیری کردیم و دیدیم که آنچه خبری را که طالب بیان داشته و بیرون آورده با مقایسه با همین اخبار روزمره وفق میکنه، مگر خبری را که فرزن آقای دولت وزیری میگه و آدم میگه که فرزن ما 300 طالب از بین بردیم، یا ولسوالی سنگین حالا هم به دست حکومت افغانستان است، طالب توانی امیره نداره که ولسوالی را تصرف کنه. یعنی یه آدم هم که یا بی خبر است یا دروغ زیاد میگوره، میگن که برای مورال
اردوی افغانستان باید آنچه بگوید که اونا امو مورال خود از دست نده، در حالی که مورال حکومت افغانستان ضعیف است. در همی ولسوالی وقتی یک سرای یک ولسوالی را شاید حداقل یک 3-400 عسکر و کماندان و دیگه و دیگه در اونجا داشتن، با مهمات نظامی اونا را میگن از اینجا بیرون شوین، اگه از بین میرین و راستی طالب به جان شما میه، این معنای چی را افاده میداره؟ ایره که امو عسکر دیگه باز دیگه در عمر خود جنگ نمیتونه کنه. میبینه که حکومت افغانستان به این ضعیف است که ما را میگه براین بدوین که اگه طالب در جانتان میه. و این بالای مورال دیگه جبهات جنگی تاثیر منفی خود میگذاره بجا. توجه بدارین به این خبر. هرچند نگهداری از این ولسوالی به بهای سنگین برای نیروهای دولتی تمام شده است، اما اکنون نیروهای دولتی بدون درگیری چهارشنبه شب از مرکز این ولسوالی بیرون شدند. مقام ها در هلمند علت این کار را جلوگیری از بروز شدن تلفات به غیر نظامیان و یک عمل تاکتیکی برای زمین سازی بر راه اندازی عملیات گسترده بر ضد طالبان در این ولسوالی می گویند. په دې اساس باندې چې مخالفینو له هیڅ وجې څخه دریغه نه کوله او په هغه ځای کې د خلکو کورونه او د هغو څخه به استفاده کوله، په دې اساس باندې دوی شاتک دوه کیلومتره شوی. در همین حال وزارت دفاع ملی میگوید که نیروهای دولتی سنگین را ترک نکردند. قطعا ولسوالی سنگین سقوط کرده، نی سقوط میکنه و نی طالبان از قدرت داره که ولسوالی سنگین سقوط بتن. اما برخی از باشندگان ولسوالی سنگین و اعضای شورای ولایتی هلمند میگویند که با بیرون شدن نیروهای دولتی از بازار ولسوالی سنگین، بخش های دیگری از این ولایت نیز ناامن‌تر خواهند شد. هر لویش خاوره، هر خط و خاوره به دشمن تفریش رو ولده دی نظام سر جفا ده، ده زیب مدیرت، سست مدیریت ده دی سبب و گجه دی چی موش دیر ولسوالی و دشمن تفریش رو ولی او ده غلقی با پرزان بندی را تنگی کردی. سون شیدان وردو ملی پلو سیال تا حکومت ور کردی دی مخ که پر هاگ شیدان و بندی و نکتل نیا ده ولس و کرونو تا و کتل. هرچند نیروهای دولتی عملیات نظامی میوند 17 را در ولسوالی‌های جنوبی هلمند راه اندازی کردند و به شمول ولسوالی نادلی بخش‌های زیاد را از وجود طالبان پاکسازی کردند، اما روشن نیست که اداره بخش‌های از دست رفته در شمال هلمند و ویژه در ولسوالی سنگین چه زمانی به دست نیروهای دولتی خواهند افتاد. بسیار جالب بود دوستان عزیز، آنچه عرض کردیم باعث یک تبصره و پیش گفتار. منظور امی بود آنچه شما از طریق رسانی طلوع و یکی از منابع معتبر امی حکومت یا جریان سیاسی افغانستان که بلنگوی امینا شمرده میشه و زیر فلتر و سانسوری از اینا قرار داره، مرا یکی گفت که من از افغانستان آمدم، در اونجا اگر شوه شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان در کیبل های افغانستان پخش شوه که بشری مردم استفاده کنند. باز مرا گفت که اگر شوه که در پروگرام های سیاسی یک کمک مصلحت در نظر داشته باشیم و بسیار جدی صحبت صورت نگیره. باز ما گفتم والا من خواه مجبور استم بگویم، در غیر از او اگر من دهان خود ببندم که از طریق کیبل پخش میشه دیگه یک چیزای خاط گفتیم که درو خاط بود و کرکتر ما نمیخوانم، ما نمیخوایم از خاطر که ولی افغانستانم و شخصیت و کرکتر خود بگیرم تغییر بتم که والا در افغانستان بیشتر مردم اگر بیشتر مردم ببینه و بیشتر بد است که ما به مو لحجه صحبت کنیم که رسانه های افغانستان بیان میداره، اوزای افغانستان و انتقاد تو جدی بالای حکومت افغانستان نام گرفته ندارن. دیگه به اول حاض من گفتم اگر کسایی که میتانه از طریق هارت برد که در افغانستان هم دیده میشه و بشری بیننده ما داریم در قرا و قصبات افغانستان، در اونجا مردم ساتلایت دارن و شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان در سراسر جهان پخش میشه، در امریکا، در کانادا، در دیگه مناطقی از اکناف جهان دیده میشه و شنیده میشه. بنان او برای ما جالب بودم پیشنهادی از اونا و ای که اونا گفتن که یکی از مقررات و حکومت افغانستان همی است که یک سانسور در میان است که
آزادانه شما نمیتونین صحبت کنین، سانسور میشه. دیگه ای راپور از یک شبکی که تحت سانسور قرار داره یا سنسرشپ در انگلیسی میگن، او قرار داره باز هم امو وقایع را تشریح کردن و گفتن و شما آقای وزیری صاحب هم شنیدین که اونا گفتن که ولسوالی سنگین ای دروغ است، به دست طالب نیفتاده، به دست خود ما هست. ای چیزا را میشنوین. هر کدام از اینا قابل تحلیل و تفسیر است. دوستان عزیز، میخوایم باز شما هم شنیده شوه، بالای مسائل صحبت میداریم. خبرای گرم افغانستان است و یک خبر چون از اردو بود، عقب نشینی بود، یکی از افغان ها در افغانستان بسیار یعنی امو ظرافت های سیاسی داره. فرض کنیم آقای اشرف غنی صحبت میداره، اونا فرض کنیم امو وایس اوور یا صدای از اونا را تغییر میده، یک چیز دیگه میگه که با واقعیت ها وفق میکنه و خنده آور است، چون بحث های ما یک کمک جدی است، یک لبخندی هم در میان باشه و از طریق همین خصوصا ظرافت های سیاسی یعنی عمق فاجعه هم تشریح میشه. توجه بدارین، بعدا میریم سراغ اعلانات. او مردم، شما باید امنیتتان خودتان بگیرین، به خاطری که اردوی ملی دیگه خلاص هستن، کار کرده نمیتونن و ما و خانم غنی الا از امو میمانداری ما خلاص شویم. در ماشایتان دیگه هیچ تغییر نمی آید. اونمو چیزی که براتان گفتیم بستان است. صاحب، ما در ماشه کنهایت نداریم. تو بد میکنی، برو پدرت صدا کن، من کت پدرت گپ میزنم، کت تو ایج گپ ندارم. امو بیعقل بیرون بکشن. مشاور، اینجا را چی نوشته کدی؟ بیا خودت یک دفعه بخانش. پولیس که صدایشان نمی برایه، ازشان خوش هستم. رشوت میگیرن و کار مردم هم میکنن. مال کجا رشوت گرفته ما؟ یک عسکر اردو در کل سال یک جوره دریشی یخ داره. اموره بپوشه، اموره در جان خود کونه کنه و اون اموره تا آخر عمر در جانش باشه و کفنش شور شبه. و ها و اگر در توی میری، پارتی میری، سنتی میری، اویش به من مربوط نمیشه. تنها و تنها یک جوره کلا برد داده بیتانه بس. خاطش کنین، منظم در بین انواریایتان بانین. این مام از خودم تو میکنم، قاد کردم منظم در انواری بمانم، باز از زوجه پس میگیرم میپوشم. شما چرا نمیکنین؟ با اونمو یک جور دریشی خوش میشین دلتان، خفه میشین دلتان، به من غرض نیست. بخیر باشین. دوستان عزیز، یک ظرافتی بود و یقینا واقعیت هم رمی است که امنیتتان و خودتان بگیرین و دیگه حکومت ضعیف است. خود آقای اشرف غنی یعنی همو اگر قلاق بگوییم یا سیالی از اونا را میگرفتن و صدا را درست کردن، واقعیت هم رمی است. آنچه اونا در اونجا میگه وارونه است، دروغ است، اغفال است. مگر آنچه ای آقا درست کرده بود، همی کلپ او جالبتر است نسبت به ای که اما آقای اشرف غنی چیزایی که مهربانی کردن. به هر حال دوستان عزیز، میریم سراغ یک چند اعلان، باز دوباره برمیگردیم. کسایی که اشتیاقی صحبت دارن، لاینا در اختیار شماست. یکی از بزرگترین مشکلات امروز بشر چاقی است. چاقی و اضافه وزن علاوه بر تأثیر منفی بر زیبایی ظاهر انسان، باعث بسیاری بیماری‌های قلبی، خونی و سکته‌های نابهنگام می‌شود. امروزه مبارزه با چاقی و یافتن راه‌های درمان آن مأموریت بسیاری از دانشمندان و محققان است و به همین دلیل است که صدها نوع دارو
برای درمان چاقی امروز در بازار موجود است. اما آیا می دانید عوارض جانبی داروهای شیمیایی بسیار بدتر و شدیدتر از خود چاقی است؟ آیا می دانید در بسیاری مواقع شخص مجدداً اضافه وزن پیدا می کند؟ چرا راه حل‌های گران، رژیم‌های سخت و داروهای شیمیایی وقتی می توان با پیوند دوباره با طبیعت و به روش سالم و طبیعی با این مشکل مبارزه کرد؟ کپسول‌های آیورتریم محصولی از دانش پزشکی آیورودا، راه حل طبیعی برای کنترل وزن و رسیدن به وزن مطلوب. مبارزه با پر اشتهایی، تقویت و سرعت بخشیدن به سوخت و ساز، دفع بیشتر مواد اضافی از بدن با ترکیبات کاملا طبیعی. آیورتریم با استفاده از ترکیب 3 گیاه اصلی، گارسینیا، آرجونین و گوگول، سیستم بدن را ترمیم کرده و با تأثیر مستقیم بر اشتها، سوخت و ساز و دفع مواد از بدن شما را به وزن مطلوب میرساند. Made in USA، ISO 9001-2000، PROP 65 compliant، GMP compliant. آیورتریم محصولی از دانش آیورودا. آیورودا، علم زندگی، علم جوانی. 818-884-70-18. زری 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 کندهار حبیب ستور چی نوی پا اورین پساج کی پا دند شروع کرده. یو افغانی مارکیت دی چی تر یو چتر لاندی دا افغانی وچی میوی چی عبارت دی لکندهاری چندخانی کشمش او انزورو دا بدخشان زیره دا غزنی او هرات کشمش پکتیایی جلغوزه او نور دول دول دا شک کیفیت در لدون کی افغانی وچی میوی او اندی مساله یا توب چی استاسو دا لاسرسی لپاره چمتو دی. همدارنگ دا حبیب نوروزی او هرزو حبیب پنامه دیر خوندوری او دا شخوند او زایکی ور ویجی دلت پا امده او پرچون دول لکندهار حبیب ستور چخه دا میرمن فرخوندی حبیب پا مدیریت ترلاسه کولیسی. پهارا پولا چیا قربان کرم داخبل کلیبا پتا سگران کرم. چوپان کباب رستورانت جدید افغانی در شهر هامبورگ، اشتاینگم شماره 32، با غذاهای علال خوشمزه افغانی، همه روز عروفه تازه و فرمایشات ویژه شما شامل انواع کباب ها، کرایی، چاینکی، دوپیازه و لونگ مهماندار شماست. چوپان کباب همه روز از ساعت 11 ظهر الا 11 شب آماده تجلیل از محافل خوشی، سالگره ها، ختم های قرآن شریف با تخفیف مناسب در خدمت شماست. چوپان کباب فرمایشات خارج از رستوران شما را با وقت معین به آدرس شما انتقال می دهد. آدرس اشتاینگم شماره 32، شهر هامبورگ، جرمنی. فقط ممتاز نظریان باشه. سر دی سر خانم و عزت میمانم و برنج ممتاز بود باشه نوشه جانم. برنج ممتاز بابا غذای مایه، برنج ممتاز بابا مثل طلایه، برنج ممتاز بابا غذای مایه، برنج ممتاز بابا مثل طلایه.
بر اینج ممتاز نظری اون چه عزیزه به نزد جمله خانواده ها عزیزه بر اینج ممتاز به به شور و نواره بر اینج ممتاز به به انیس مایه بر اینج ممتاز نظری اون چه عزیزه آشپز هم عزیزه آشپز هم عزیزه بازار ممتاز نظریان انواع خوراک کباب ایرانی و افغانی و انواع میوه‌جات خشک افغانی در شهر آمبور آدرس ونسپیکر شوسه 98 نمبر تلفن 04-29-88-49-33 و 0176-82-080-96-5 قابل توجه احمد استدیو نمایندگی شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان در اروپا اگر می خواهید اعلانات تجارتی خود را جهانی معرفی نمایید اگر می خواهید برنامه سازان برنامه مستقیم تلویزیونی داشته باشید اگر می خواهید هنرمندان هنر خود را و یا اعلانات کنسرت های خود را به سمع دوستان برسانید و همچنان اعلانات فوتی را از این طریق منشر بگذارید شبکه تلویزیونی پیام افغان در همه این موارد توسط احمد استدیو در آمبور با شماست. اعلانات تجارتی شما که از طریق تلویزیون پیام افغان نشر می‌گردد در تهیه و ترتیب کلیپ‌های تجارتی من احمد شریفی از احمد استدیو در خدمت شما برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشد مراکز توزیع برنج پامیر آلمان، هامبورگ، شرکت پامیر دوسلدورف، شرکت ساعد افغانستان، شرکت پامیر، نوآوران، هرات کانادا، وانکوور، شرکت خیبر لیمیتد انگلستان، شرکت پامیر، لندن موبل پلازا، مغازه موبل فروشی مدرن بهترین کاوچ ها میزهای زیبای تلویزیون و سالون میزها و چوکیهای مدرن تاخوری را با قیمتهای ارزان تقدیم می‌دهند. همچنان بهترین مبل ایتالیایی اتاق خواب بزرگسالان مبل مکمل اتاق خواب کودکان اضافه از 200 نمایشی‌های ظریف کریستال میز و چوکی با پوش ها برای رستوران ها و سالن های کلتوری را با بهترین کوالیتی تقدیم شما می دهند. و سایر اشیای مورد ضرورت منازل خیش را از مغازه مدرن موبل فروشی پلازا با قیمت های کاملا اقتصادی تهیه دارید. آدرس موبل پلازا همبرگر اشتراسه شماره 167 شهر هامبورگ جرمنی
گران دوستان و سلامونه و احترامونه بیا هم ستاسو خدمت کی و البته افغانستان په پیوکو چند موضوعی که بسیار مهم بود و سرخط اخبار گردیده بود جلسه وزرای خارجی کشورهای ضد حراس افغانی بگویم یا ترور و تروریزم در واشنگتن وزرای خارجه که در اونجا آقای صلاح الدین خان ربانی سرپرست وزارت خارجه اونا هم حضور داشتن و دیگر هم صحبت صورت گرفت البته مسئله ترور و تروریسم در جهان یک وسیله پیشبرد اهداف در اواخر گردیده و خود نحوه جنگ تغییر کرده و پیراهن پرخون حضرت امام حسین که در هر جای بلند میشه و برای از او مجادله صورت میگیره سراسری میشه چی در شرق میانه و چی در شرق دور فرض کنیم القاعده که شبکه جهانی است بین المللی شبکه ترور و داعش شبکه جهانی ترور هست و طالب و جنبش های طالب و جنگ های طالب ضد حکومت افغانستان و محلی هست یعنی در درون خود افغانستان عمل میشه ضد حکومت دست نشانده ناتو در افغانستان و از او هم استفاده ها صورت میگیرد در برای پیشبرد آمیال از اینا برای اشغال در افغانستان و به این زکات ها ما توجه افغان ها را خواستم جلب کنم که بالا این مسئله عمیقتر صحبت صورت بگیره و تا یک افغان بدانه که چرا در افغانستان جنگ است جنگ میشنویم عملات انتحاری شنیده میشه اردوی افغانستان که الان ناناور خانه از بین رفت و در جبهات جنگی عقب نشینی تکتیکی کردن اینوان زیاد شنیده میشه مگر این که واقعیت امر که آیا جنگ جنگ واقعی است یا تصنعی است یا عقب از این بی امنی ها و بی امنیتی ها کی نشسته و کی پکه میزنه و دامن میزنه تا این دم معلوم نیست جنگ های افغانستان جنگ هاییست برای اهداف یا پیشبرد اهداف دیگران در اینجا مسئله جهاد و مسئله اسلام و حفاظت از یا حراست از آزادی و استقلال و حریت افغانستان عنوان میشه مگر در حالی که در شرایط فعلی بیشتر مردم با همی حکومت میپیونده و بسیار به علاقه میخواین همکار باشن و از مزایای به حساب فرستاده شده بگویم یا اهدا شده کشورهای اشغال برای اهداف خود با همی حکومت هم خیال و هم نظر باشن و مورد تفقد کشورهای بزرگ قرار گیرن این جنگ به کلی یک جنگ نامعلوم و سرگیچ برای افغان ها شده و بسیاری مردم یعنی سر در نیاوردن بعضی افغان ها میگن که خب برای التیام یعنی مسائل مشکلات و مصائبی که آید حال ما مردم گردیده یک چاره سازی باید داشته باشیم که چی چاره و چی طور بتانیم یا تش شعلور جنگ در افغانستان و ای که افغان در اونجا کشته میشه از هر طرفی از ایزومی از او مردم افغانستان بودن و جنگ هم شما میدانین که صرف خلاصه به این نمیشه که خون یک آدم ریخته شد در یک محل یا تا یک دیوار افتاد و یک خانه منهدم گردید بسیار اثرات بد اجتماعی داره در یک اجتماع و خصوصا افغانستان یک اجتماع بسیار مختصری هم است از لحاظ نفوس شما ببینید به مقایسه پاکستان و هندوستان قابل مقایسه نیست بنگلادش و ایران چند کشوری که در جوار ما قرار داره افغانستان در مو کشورهایی که در طول سالها یعنی کشورهای مستقل بودن کمترین نفوس داره و ما همی از لحاظ فیصدی و تناسب آدم اگر فکر کنم وقتی در یک کشور 25 میلیونی یک صد هزار آدم از بین بره یک فیصدی بسیار بالا یک رقم بسیار درشت است در قتل و قتال و کشتار مردم
و اگر فرض کنیم با مواد مخدر معتاد میشه مردم در امریکا به خیلی یک میلیون آدم معتاد هست به مواد مخدره در امریکا، یک زنگ خطر هست و بارها بالای همی صحبت شده که با او که کنترول فراوان امریکا داره و ایره یک جرم و یک فاجعه میدانه اگر کسی مرتکب فروش و مصرف و اینا شوه، هر کدام از او یک جرم یک جریمه شمرده میشه، یک کرایم هست در امریکا و نمیخوان که زیاد شوه و نفوذ کنه و توسعه پیدا کنه، از داخل از زم ریشه ها میخوای او خونسا شوه و از بین بره، یک مبارزی بسیار شدید در درون این کشورها موجود است ضد مواد مخدر یا استعمال مواد یا تولید از او. مگر در افغانستان با کلی دامنی از این آزاد است و وسیع است و در یک کشور 350 میلیون آدم امریکا یک میلیون یک فیصدی بسیار ضعیفی است، هیچ معلوم نمیشه 0.00 چند است. در افغانستان اگر ما بگوییم که 4 میلیون آدم با مواد مخدر آغشته شده، معنی از این که یک فیصدی بسیار بالای یک رقم بسیار بالا در اعتیاد مواد مخدر قرار دارن و او تعداد از اونا زیاد میشه. مسئله فساد اداری که راستی ریشه عدالت میکنه و در یک کشور عدالت به هم میره، حاکمیت قانون از بین میره، به اول حاض دوستان عزیز راستی یک فاجعه برای افغانستان شمرده میشه. یک حکومت در حال خرخره فساد و یک حکومت حاکم توسط دیگرها بالای این کشور همه طور است، یک مشکل بسیار عمده را بار میاره. در اینجا یکی از افغانهای ما یک فیلم به صورت مقایسوی فرستاده، فرزاد جان داری نوره عکس ها هست و او خود همه عکس هم بسیار مسائل تشریح میکنه که شما اگر ببینیم که قبلا عرض کردیم که مکاتب خیالی معنی زمیر میته و در پهلوی از او مکاتب خیالی شما توجه بدارین امی هست، یعنی امی بودیجی که میره و برای تعلیم اطفال و جگرگوشه های ما و شما از بیرون به میلیون ها میلیون دلار تخصیص داده میشه به وزارت معرف و میگه مکاتب خیالی، منظور امی هست، یعنی که در آفتاب سوزان در جلو یک ملای که خود از معلوم نیست که آیا تعلیم ایره داره که یک طفل درس و تعلیم برسانه، او معلم از این هست و اینمی شاید یک پول به خاطر تعمیر هم تو یک مکتب وسیع گرفته شده باشه، مگر مردم هم میبینین در یک اولی طفلان نشستن درس میخوان که بازم یعنی خوب است، یعنی جایی که یک طفل هیچ یک وسیله تعلیم نداشته باشه، مگر آمدیم بالایی که چرا با همه همی پول گزاف و پشتیبانی بین المللی برای معرف در افغانستان و اشتهار جهانی که در افغانستان اگر این چیز هم نشده به میلیون ها آدم به مکتب میره و طفل درس میخوانه، یعنی تو یک چیز است و این پول ها به جیب وزارت معرف رفته. در پالوی از او مقایسوی یک صاحب بیان میداره که شما اگر ببینین باز این مجالس و محافلی را که فرض کنیم نمیدانم پسر آقای بسم الله خان است یا کدام تای از این هست، این خانم یا دختره که همه قماندان سالارها را شما میبینین، این طلاها که در یخنی از این آویزان است که بالاخره با جلم میرن و سه باز این خانم فامیل تشکیل میکنه، این پولها حیف و میل میشه و در طلا و جواهرات صرف میشه و بالای یخن و سر یک دختره که از امی قماندان سالارها آویزان میشه به حیث یک افتخار برای از اینا که گویا اینا یعنی امو چی میگه ناجیان افغانستان بودن و خود الگوی مقاومت و جهاد افغانستان خطاب میکنن. این بسیار جالب و تکان دهنده یک چند تا عکسی را که شما تماشا کردین و همین مسائلی را که امروز مطرح ساختیم و صحبت کردیم 100% وفق داره و شما ببینید که به کدام حد خیانت در او بخش و در بخش معرف و ای که وسایل و مهمات یک وزارتخانه
به هم میخوره و از اون طرف شما میبینید که با کدام حد اینا از زمین مزایا برخوردار هستن. و تا بشاری هم میگن که در کابل چندین عروسی خانه است و نمیدونم ستاره شرق است و که پر طاووس و که دیگه هر کدام از اون سه به هزارها دلار در روز مصرف میشه و سه وقت عروسی ها در اونجا جریان داره و پولای همی کسایی که به زور پول مردم به جیب زدن و توسط از اونا یعنی حیف و میل میگرده. به هر حال امی اخبار از افغانستان بود. ما میریم سراغ یک چند اعلان تجارتی، دوباره یک وقفه دیگه هم داریم. باز دوستان عزیز همی خبرها رو تعقیب میداریم. غیر از او باز روز دوشنبه خدمت شما خواهیم بود. شریف کتاب آسمانی مسلمانان همینک به زبان فارسی و بر روی سی دی متصدی و نطاق فارسی عمر خطاب ترجمه قرآن کریم به زبان فارسی از صباح الدین کشککی تلاوت قرآن توسط قاری برجسته جهان شیخ محمد صدیق المنشاوی ترجمه کامل 30 پاره قرآن شریف به زبان فارسی بر روی سی دی برای شنیدن در منزل، محل کار و حتی اتومبیل. تلاوت عربی به همراه ترجمه فارسی بر روی سی دی برای سفارش با شماره 818-884-7018 تماس بگیرید. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم تا کسانی را که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند پاداش دهد. اینهایند که برایشان آمرزش و روزی گرامی است. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم کابل بازار در بیلشتراسه 104 شهر هامبورگ به فعالیت آغاز نموده است. تمام اموال از قبیل برنج، میوه خشک، حبوبات، مسالجات خیش را که مستقیماً از شرکت‌های معتبر هندی وارد می‌کند برای شما عرضه می‌دارد. برنج پارلمان، بهترین برنج درجه اول لونگی، مسئول دامنه‌های کوه‌های هیمالیا را از کابل بازار به طور عمده و پرچون به دست دارید. روغن موی جهت تقویت موها ساخته شده از گیاه‌های طبیعی، کرم روی گیاهی، شامپوهای گیاهی ضد تخریش مو از کمپانی معتبر هندی را در کابل بازار به دست دارید. آدرس ویلشتراسه 104 شهر هامبورگ. سفر حج و عمره با کاروان ندوال مقرد. تخفیفات و خدمات عالی برای مهمانان بیت الله شریف. برای تمام عزیزان در اروپا سفر آرام و راحت را به حرمین شریفین به طور گروپ و انفرادی در هر وقتی که آرزو داشته باشید و معلمین و استادان عالی قدر مولوی مجیب رحمان انصاری، مولوی محمد دین، مولانا صاحب عباد الله، استاد سید نورالله آقا و مسئول کاروان قاضی صاحب محمد نسیم امین با حلقه های درسی برای خواهران و برادران به زبان های پشتو، دری، عربی و آلمانی. ترانسپورت مجهز، تام در هتل مینا و عرفات. هتل های آرام و راحت را در نزدیک حرمین شریفین آماده می نماییم. همچنان دوستان و عزیزانی که میل سفر به کشورهای آسیایی و اروپایی را داشته باشد با تخفیف عالی و قیمت مناسب در خدمت دوستان می باشیم. برای معلومات هرچی بیشتر با شماره های زد و یا ایمیل آدرس زد با ما با تماس شوید.
چای الکریم با عطر بهاری و طعم لذت بخش به روزتان لحظه های سرشار از شادی و ارمغان می آورد. برنج های الکریم، عمران القصر الکریم، فیصل و احمدیار بهترین برنج ها با طعم فراموش ناشدنی و عطر دلاویز از صادرات کشورهای هندوستان و پاکستان. برنج های دلخواه خانواده های شرقی. این برنج ها را می توانید به طور عمده و پرچون از این نشانی ها به دست بیاورید. شرکت تجارتی الکریم در شهر هامبورگ، نمایندگی های شرکت کابت اکسپرس در منطقه ساوتال شهر لندن انگلستان، نمایندگی های این شرکت در شهر مالموی سویدن با مدیریت آقای ابو عمر و سایر خوراک فروشی های افغانی، ایرانی و عربی در اروپا، امریکا، کانادا و امارات متحده عربی. برای به دست آوردن معلومات بیشتر لطفاً با شماره های زیل در تماس شوید. Severe drought across the Horn of Africa has left over 15 million people in need of urgent humanitarian aid. Their livelihoods are destroyed, and their families are starving. Famine is rapidly spreading across the Horn of Africa. The United Nations is calling this the largest humanitarian crisis since 1945. Our teams are on the ground ready to provide aid. Don't let another family starve on your watch. Donate today at irusa.org. زیری 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 کندهار حبیب تورچی نوی پا اورین پساج کی پا دند شروع کرده یو افغانی مارکیت دی چی تر یو چتر لاندی دا افغانی وچی میوی چی عبارت دی لکندهاری چندخانی کشمش او انزورو دا بدخشان زیره دا غزنی او هرات کشمش پکتیایی جلغوزه او نور دول دول دا شک کیفیت در لودون که افغانی وچی میوی او اندی مساله یا توب چی استاسو دا لاسرسی لپاره چمتو دی همدارنگ دا حبیب نوروزی او هرزو حبیب پنامه دیر خوندوری او دا شخوند او زایکی ور ویجی دلت پا امده او پرچون دول لکندهار حبیب تورتخه دا میرمن فرخوندی حبیب پا مدیریت ترلاسه کولیسی بحار پولا چیا قربان کرم داخبل کلیبا پتا سگران کرم دوستان عزیز عرضی سلام و احترام از خدمت شما تلفن ها باز است برای اینکه نظریات شما رو هم داشته باشیم میخواستم با چیزایی را که شنیدم از افغانستان خدمت شما برسانم در یک ساعت اول میتونین تلفن بزنین و بالای اوضاع جاری افغانستان اگر صحبتی دارین و میخواین آنچه میگذره در وطن عزیز صحبت بدارین خصوصا مسئله ترور و تروریسم، مسئله ولسوالی سنگین در ولایت هلمند و همه تو وزارت دفاع خیالی، معارف خیالی، هر کدام موضوعات روز افغانستان است میشه بالای صحبت شد. بله، سلام علیکم. بله سلام محترم، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام و رحمت الله. مسعودی صاحب بفرم. امیدوار هستم تفسیر محترم سعدمن باشین. همچنان شما راجع به سه موضوع گفت زدین، ولی ما امروز معلوماتی را که به دست آوردم در قسمت سقوط ولسوالی سنگین ببینید خطاب محترم
ولسوالی سرنگین از دو سال به این طرف مورد عملات دولت و طالبان حفاظه دولت و عملات طالبان قرار داشت و در این ولسوالی که مشکل در این بود که اختلافات قومی در این ولسوالی بسیار رول داشت که حزب اسلامی در این ولسوالی زیاد فعال بود و از زمینان طالبان که به دو قوم اینا مربوط بودن. با شهید شدن میرولی از حزب اسلامی چند ماه قبل اختلافات قومی بسیار شدید شد در این ولسوالی و حزب اسلامی بعد از او با انجام تفاهم نامه بین انجینیر سر حکمتیار و دولت در اینجا بی‌طرف باقی ماندن تا به نظر خودم است، این نظر شخصی است، تا زمانی که دولت تخطی کرد از انجام قراردادها یا موادات تفاهم‌نامه‌ای که بین حزب اسلامی شده بود و بین دولت، که فقط یکی از او موادات عملی شد که اسم انجینیر سر حکمتیار از لیست سیاه خارج شد، دیگه هیچ کدام از این عملی نشد. برخلاف دولت 60 نفر از قماندانا و اعضای حزب اسلامی را دوباره گرفتار کردن و به زندان انداختن. پس در این صورت دولت خود ضعیف احساس کرد و ضعیف شد و طالبا حمله کردن. گفته میشه که قبل از اینکه طالبا به ولسوالی حمله کنن، تیارات آمده بود، اساکر دولتی را از این منطقه بیرون کرده بود و بعد از این طالبا داخل شدن و طالبا اینجا 29 اراده موتر زرعی و 1 اراده تانک و 34 موتر زنگ رنجر و 8 اراده ترکتر و 1 اراده بلدوزر و 2 اراده تانکر تیل و ولسوالی را گرفتن و بعد از چند ساعت دولت دوباره توسط تیارات این ولسوالی را سخت بمباردمان کرد. قرارگاه پیارتی و مؤسسات دولتی و خلاصه به خواب کشان تمام ولسوالی را. این تو گفته میشه که دیگر دولت علاقه نداره که ای ولسوالی سنگین دوباره تسخیر کنه و احتمال زیاد داره که ای ولسوالی برای همیش به دست مخالفین دولت باقی بمانه. تا جایی که من معلومات داشتم، این معلوماتم از اختیار شما و بینندگان گذاشتم، ولی حقایق خداوند میفهمد. از اینکه برای ما وقت دادین خطاب شد محترم، یک جان تشکر، خداوند حافظ ناصر. بسیار تشکر از شما. بله سلام علیکم سر. بله سلام علیکم. الو الو بله سلام علیکم بله سلام علیکم سلام علیکم و علیکم سلام سید نورور جان تخیر جوړه په خیر جوړ تیار ته شبي بوجر شکر مهرباني وکړه تلویزیون غلای ولا شکر تلویزیون غلای که خبر تا جار سمه دیره مننه تا دی مبارکی خدای دی زونده ای لره مهربانی وکه تلویزیون غلای که تلویزیون مړ که ات خبری وکه اوکی اما خبری وکه بس ستاسې د نوي کال مبارکۍ ته مې زنګونه درتېر کړه. خدای مو همیشه خوشحاله لره، همیشه مو په تلویزیون کښې وینم، ډېر خوشحاله کېږم. زه تاسې پېژنم، شاید زه ځان در وښیم تاسې ما وپېژنئ. خدای مو مه کمه وه، زه د رفیقي صاحب خور یم، دلته نه خبرې کوم. ستاسې د نوي کال مبارکۍ ته مې ډېره مننه ته جاسم خوجانې دما سلامونه رفیقي صاحب کورنۍ ته ټولو ته مهرباني وکړه. تاسې درنه کورنۍ یې پېژنم صاحب. بله تاسې پېژنم صاحب. الو محترم بزرګوار خطاب صاحب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. وقت بنویم سم ساسی تلویزیون، ساسی کارمندان طول ده خدای سخه عبرومنده با عزت پنوی کار که غوارم دیره منده ده تل اسمیشی پا کندار که هم بابا کر ده افغانستان خلق بله و پینزو سو قاچاکبران و چرگران و نور ده افغانستان خلق سخت وصول تزوغات داری ده پینزه سو کسی دی گرد افغانستان کدنف کری دی گرد افغانستان تر تحصیل لانجا وصلی دی لکه ده سترنج گوته که چطو پورت کیجی بس آقا خلق دی بابا که وطن سخت سولی زورت داری. خدای دی سوله راولی، خدای دی امنیت راولی، چه هر چیری چه ولسیحتی بدن
جهت بدن امنیت وطن و امنیت وطن مثل گرد عالم بود دوستان مهاجر دی پر خدای دې سپاره محترم خطاب صاحب خدا تعالی دې مکرمه و خدا عمر دې ډیر وسه حاج محمد یونس سی سا د لندن سه ډیر مننه ته جاسم لطف دی که یقینا صلح دې لوی ارزش ده د اجتماع لپاره هغه که په افغانستان کې او که امریکا کې که پاکستان کې د تاسو باور وکړئ دغه امریکا چې یو ابرقدرت ورته ویل کیږي او ډېر یو قوي هیواد ده او ملک د قانون ده او د پولیس ده او بیا خصوصا پولیس په لاس انجلس کې دومره قوي دي چې دا مچ هم چې تیر سي ویستی سي ډېر یعنی په قانون په هغه کې حاکمیت کې د جرایمو په ضد ډېر عمل کوي او په دنیا کې شهرت لري تاسو باور وکړئ یو وخت یو 25 کاله مخکې یا دېرش کاله مخکې به دغه خبره ډېره لویه سوه جهاني سوه یو تور سړی چا دغه پولیسو نیولی وایي او ټکاوی هغه یو چا نوې کمرې راوتلې وې له یو ځایه هغه عکاسي کړي وو هغه مطبوعاتو ته راووت هغه دا توران د امریکا یو ریماست شول داسې یو حال یې واچول چون دا قضیه په لاس انجلس کې پېښه شوې وه دغه د لاس انجلس ښار داسې سوسه چې دا بیخي دوکانونه چور شول صاحب دوکانونه وتړل سو هر یو به ننووت هر شی به یې اخیستې تښتاو به یو ډېر یو بد حالت په دې وطن باندې حاکم سو هیچا یې جلوګیري نسو کړی دغه لاس انجلس کې داسې یو ماتم و چې دا سیکیورټي او امنیت له منځه تللی ده او پیس و دا نشته د هغه لپاره ډېر یعنې هغه هغه و دا مشکل سو ماته ثابته سوه چې په دغو هیوادو کې چې دومره قوي دي دوی کله چې قانون مات سي یا فرضاً بې امنیتي راسي څومره دوی ځورېږي افغانستان خو چې د جنگ مملکت ده ډېر غریب ده ډېر وضع خرابه ده او بیا څلوېښت کاله بې امنیتي په وطن حاکمه ده نه پوهېږم خو د دې لپاره یو مصلحت په کار ده یو تدبیر په کار ده خدای وایي چې تاسې څه کوئ موږ خو تاسو ته مغزه درکړي امکانات هم درکړي یو تدبیر باید وسنجوئ حرکت و برکت مسئله ده کنه بله سلام علیکم سلام علیکم خطاب صاحب محترم و علیکم سلام اول همی شکست و فرار اداره نرشیزینه ها را در ولایت هلمند در ولایت ولسوالی سنگین که یک موقع بسیار استراتژیک بودک این را من تبریک میگم و خطاب صاحب به تایید گفتار مسعودی صاحب همی معلم میرولی و ایزبی ها ما که هلمند رفته بودیم اینها را امریکای ها اینها را استخدام کده اگر شما همیشه آقای بیانزای صاحب یک روز دعوت کنین که اینمی موضوع را خوب تشریح بده چون اون امیزبی سابقه بود در اوجه که رفتیم و همراه میزبیا شیشتیم صحبت کردیم و اونا کلکشن گفتن که ما آله برای اداره دستشانده کار میکنیم و دیگه امی عامل بیسوادی مردم مظلوم ما و مخصوصا پشتون ها ما این اداره دستنشانده یا امی دیگان ها یا دیگران می باشد که پول قلم و کتابچه و کتاب و پول و ماش و معلم و یک وطن ما بود که میگه که دروازه و لخک دروازه را اینا امی غارت دوزی کردن اگر شما یک امی تامیانه بگم مشکی خانم دختر یوسف ازاره را دعوت نمایید که سخنگوی بی بی گل یا تونگور بی بی گل می باشه او را شما دعوت کنه که راجع به اینمی چیزا معلومات بده و اون در لس آنجلس میایه کمیش که میایه که اگر روزی را دعوت کنه کی را گفتین شما؟ کی را گفتین شما؟ امی زوره یوسف دختر یوسف امی سرطبیب شفاخانه قوائی مرکز که آل تونگور بی بی گل هستک همه تو راست ما هم پیشترم رفتن اونها و دیگه خطاب صاحب امی تروریزم و تروریست ها در واشنگتن مرکزشان واشنگتن هستند در امریکا امی هر پروژه را که درست میکنن باید بودجه داشته باشند امی بودجه دایش یا قرارداد که به نام قراردادی هستند سالانه تقریبا 160 بیلیون دلار میباشد ای هموطنان امی تاثیر کرده های ما که در واشنگتن هستند اینا میتونن که به وزارت
دفاع و یا کانگرس در وجه ببرن، اینمی اسناد از وجه آزاده نمیتونه. این کل ایش اسناد هست که برای ملت ما معلوم شود که این تروریست و این تروریست ها کی هست. خود امریکا هست که دایش ها را یعنی ازبی ها را اینا استخدام کردن و این غلام بچه ها را. تشکر خطاب صاحب که مرا وقت داده، خدا کنه که شما بیانزه صاحب دعوت کنید. بیانزه صاحب خوش بگوین که صحبت کنه دیگه، ما اینجا بیان تلفن بزنن با هم صحبت میکنیم، اگر معلومات دارن چرا نی؟ بسیار معلوم، چون ما هم چیزای چشم دید ماست و اون امرای دینمینا امرای ازبیا بوده که شیشتن و اینمی راجع به میربکی ها که داعش کی هست. خب من این رو برای شما درست میکنم. تشکر خدا برای چرا نی؟ بیان خواه خیق افغانستان است بیان بدارن، بیان زی صاحب من میشناسم، نوشتایشان اگران بار میخوانم، آدم دانشمند و با جرات و صراحت لحجه صحبت میدارن. بله سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم، چه حال دارین؟ سب خیر و خیر. خطاب صاحب، دولت خود کابل بسیار بار خطا به خاطر که اگر شما فکر کنین امی خود بچی ربانی رو به خاطر داعش تلبیس تا او آمده شکایت از طالبان ده کجا یا قریه کجا، و خود وزیر خارجی امریکا تا هیچ وقت دیدم بیانی خودم به زیر طالبان هیچ وقت نگفت نداده، چون خود آقای ترامپ و ادارش همیشه خاموش هستن. به این معنی میده که خاموش بودن هم در حساب ما افغان ها پیانه چه روی برشون نمیدن به حساب، چی میفهمه که جنگ یک جنگ بیفایده است. و آقای نیکلسن چند وقت پیش که از آقای ترامپ خواستار قوای بیشتر در افغانستان شده بود، اداره ترامپ و خود ترامپ او خاموش ماند به خاطر که او را مثل عزیز که او را گفش هم رد کردن، به خاطر که او هم طرف آقای اوباما هم اونجا مستقر شده بود. به خاطر میخواد که آقای ترامپ و اداره ترامپ به چالش بکشند، چون آقای ترامپ و ادارهش بسیار هوشیار هستند، چون در خود ریپابلیکن ها هم رقابت داره مثل لنزی گرام و سناتور مکین که همیشه میخواین آنها را پایش با زمین جنگ ها بکشانن، آنها در مقابل آنها هم میخواهند خاموش هستند. و دیگه کتاب صاحب به خاطر که یعنی خود ترامپ که هست که میدانه که یعنی مسئله افغانستان که هست، چون بسیار جنجال آمیز هست و خصوصا آل یک جنرال امریکایی هم دین روزه اظهار کرد که خود روسیه طالبان آل کمک میکنن. و دیگه ای که خود آقای ترامپ دولتش خواستار از چی یک میلیارد دلار 600 میلیون که از دولت ایران منجمد شده، از یک قاضی خواست که او را برای کسایی که در 11 سپتامبر کشته شدن باید بر از اونها بپردازد. یعنی تمام تنشن آقای ترامپ از بزرگ ایران است. تشکر. بله بله. والا نمیفهم بیاد در ظاهر همی خود رئیس جمهور میگه یک فرانت هست، یک دستکش هست برای پالیسی پیش برده امیال دیگاه و همینطور هست. ما تو خود مختار دانالد ترامپ نمیدانم که هر چیز دلش و کارا رو کنه، درون پالیسی ها هست بالای از در کمپین انتخاباتی هر چیز دلشان میخواه برای جلب آرای مردم یک گپی میزنه و یک حرفی، بعضی مسائل میتونن عمل کنن و با مو چی میگه خاطره سرکاری طور نمیخوره، مگر بسیاری پالیسی های هم تو تهدابی کشور است که او را باز او غرض گرفته نمیتونه. او هر ادمنستریشن یا نظامی بیایه و هر کسی رئیس جمهور شوه او را یک انچ تکان داده نمیتونه، مگر اینا اگر بخواهی که او را تغییر بده باز هم رئیس جمهور را میگن برش که در وقت خودت باید این چیزا صورت بگیره. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. و علیکم سلام محمدی صاحب. سلام علیکم. خوب خیر و خیر میروانی. والا برادر چیزایی میگن ما شاخ میکشیم که کی تراستا ای برادر ما یکی قبل از این برادر دیگه ما که صحبت کردن برادر شما امریکا با داعش میتونه پیدا کنه 160 میلیون یا چطور چیکاری اینطور معلومات های غلط، یا مثلا یکی که کل طالب ها امریکایی سی چی در قبل این کلش هم میل در گوش گفته میده که شما امریکایی رو نکشین اوغان رو بکشین بیه ما امریکایی استیم، یا داعش داعشی ابوبکر بغدادی یک بچه جوان فوتبالر
پیش از این زقاوی بود، خدای انفجارات نام داشت، به خدا امریکا را زیر آب گریختان، به قرآن گریختان، کشتش آخر سیایی. به تعقیبش یک بچه فوتبالر بود بسیار رسیده کیو لوگست و مردک. خب کلیت مردم گفتن نمیتونه که بیا ما و شما به امریکا جنگ میکنیم، بازیت رو زده خورد. یک هزار و چند صد نفر از اروپا، کسایی که کمپیوتر میفهمه، کسایی که علم میفهمه، کسایی که نمی رازای سخت CIA و FBI و کشتار و بی عدالتیشان از کتازی ها پیوست کرده. این همیال شش ماست که در یک شهر میزنه که کل قدرت خود چهار وجب همی تمام روز میگن. اینه به طور مثال پوانتون چیره خلاص کردیم، همی شهر موسیله تکت تکت خاک رو بشه در سما میده کیره خلاص کردیم. بله 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 بله. یه چطور میشه والا؟ خب ما خود دل ما کفید خدا بازی عبادم بوجه دایشه میگه والا کل مردم دنیا خره سی روز کل علاق امریکا داشت تربیه کرده جنگ میکنه. ولی تو رسمی داره تربیه کرده جنگ میکنه. یک چیز برات بگویم امی، شما خود افغانستان در سنین بالا بودین، امو فرهنگ افغانی را فرزانان چی در افغانستان میگذشت. یک وقتی یک نفر بود او را میفته که مداری آمد یا شادیوان آمد، این چیزا همه باز میرفتن، امو در انگلیسی او را انترتینمنت میگه، امو نمایش و ساتیری مردم امو بود که یک شادی را ببینه بازی کنه، یا یک مداری به میدان اوار میکد و سای مار بود و مشخورما بود و سای باز از زیر پای یک نفر تخم میکشید و از دان خود تشله میکشید. او چیزا را باید دارین شما سه؟ آه چطور نیست شما باید دارین نفر را حال ما دارید. منظور ما ایست سب که نمید کشورهای جهان هم سب در این کشورها میدان هوار میکنه و مشخورما را بخواد جنگ مندازم سب از زیر پای که تخم میکشه و از دیگه سب. والا سب در کابل خودیم در وقتی که پتالب بودیم وقت رخصت میشیدیم در جلال آباد زیاد مداری را دیدیم، هم بودرک دندانای مردم را سفید میکد، پیسه را سفید آمو مردم والا کل از این پودرها دارن دیگه سب. دیگه ما امیره برات میگم بیادر، خودت اونجا حیران ساخته، مرا اینجا حیران ساخته و یکی دیگه نه با خدا سب شاخ و ایران چیه از ایران گفت ما بالا رفته سب آه شاخ میکشم چیزای چتیات هم یک زنه. خب چی امروز سعی کنیم که امروز چهارمین انقلاب صنعتی در دنیا شروع شده، کمپیوتر رو وشمن کردن که حالا صد برابر از کسی کمپیوتر رو میسازه او فکر کرده میتونه. بسیار یک واقعی کلان امروز دمی بیت نمایشگاهی که در آلمان بود در شارع نوور به امید گرشیشتن در بی بی سی گفت زدن، شما بشنوین بسیار جالب است که بسیار خطرناک بسیار عوج بیکاری ها را به وجود میرن. چهارمین انقلاب صنعتی که به نام کمپیوتر هوشمند چی است دیگه؟ در این روز بیاییم که یک لکش 160 بیلیون داعش امریکا میده کل مردم را کشته میده، دار پین مملکت بیران شده، چی حال است به نترگفا؟ بازم وقت تانه گرفت. بله بسیار زیاد تشکر یقینا محمدی صاحب همی تراز. یک چیز بکتان عرض بدارم، من قدر تکنولوژی بالا بره هم قدر ضعف ما پا یعنی یک قوس چی داره معکوس داره، تکنولوژی از اینا بالا میره و بالای امور ما بیشتر تسلط حاصل کرده میره، اما قدر ما ضعیفتر شده میریم. امی تیاراهای بی پیلوت یا درونز یک وقتی موجود نبود، یک تکنولوژی جدید است که آدم در یک جای بسیار محفوظ نشسته است، تکمه ها را همینطوری که شما گفتین کمپیوتر با کمپیوتر کار میکنه، یعنی هیچ تلفات صفر است در اونجا، تلفات انسانی یک آهن که او تیاره از درست شده و صاحب ماشین است پرواز میکنه از بین میبره. حتی او روز در امریکا ما بسیار برای ما جالب بود، یک خبر میشنیدم که یک تیاره بی پیلوت اینا درست کردن که با تکمه فشار میته و بالا میره. باز در امریکا همین تیاره درونز زیاد شده، شخصی هر کس درست کرده و پرواز میته. او میگه خطر داره که برای مسئولیت مردم در اجتماع یک مشکل بار میاره، دیگه بنان او را باید از بین ببره. باز این تیاره یک جال داره و صاحب مندازه و او را دعوا شکار میکنه و صاحب
از بین میبره که یعنی فضای امریکا یعنی مسئول باشه و هر کس دو غرض نداشته باشه و که بالای قریه و قصبات هر کس یک تهری درونز بالا شوه. این موجود نبود. یا خود همی انترنت و نمیدانم فیسبوک و اینا همه چیزای نو است برای شرایط فعلی. ما که امریکا آمده بودم تازه هم مسئله کمپیوتر شروع شده بود. حتی همی خود فدرال یا حکومت امریکا هم دسترسی به بسیاری مشخصات نداشتن، اما با فایل و با چیزای معمولی هم تو کتاب و کاغذ به پیش می رفت. امروز همه چیزا در کمپیوتر داخل شده و این مضاعف شده میره. یک اختراع میگه، یک اختراع دیگه خود متمم میشه، سری میسازه و تله میکنه. در اون وقتا بود که هر کس از صفر باید یک چیز شروع کنه، ولی همین خود کمپیوتر با هزارها تکنولوژی دیگر میتونه جذب کنه. مغز انسان دمو راستا انکشاف میکنه و صاحب اکتشاف و تولید کده میره. بله، سلام علیکم. سه السلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله. بفرمایید. اول سال نو بر شما مبارک. بر شما همچنان همچنان ببین آقای خطاب، بیشتر این آقای مومن گفت یک توهین آمیز برای خانم زوره یوسف. خب خیر سو که رفتم مسئله شلایده است. متو آقای خطاب، توهین یک آدم که با سویه داشته باشه، آدم تصمیم داشته باشه، با توهین به یک نفر، به اجداد یک نفر نمیکنه که میگه که خانم زوره یوسف دختر دکتر یوسف هزاره. این بار بسیار کار خراب. اول من نشنیدم، باید نمیگفتم. من با شما دفعه اول دفعه دوم شد با نشنیدم پوری نگفتم. امیر یک دفعه شما رو دیده بانیم. من فکر نمیکنم که امو خانم دکتر یوسف از آقای مومن تا تحصیل و سویش کم باشه. او کنجا رفته و بیشه مسئله شلایده. درست میگه. مطبع تحصیل در پدر از این در پدر در نجاد یک نفر. درست میگه. ایره من هم نظر شماستون بیشتر. بله بله. یاد جان تشکر. بالای موضوعات صحبت کنیم، موضوعات مطرح. بسیار زیاد تشکر. از تو آقای محمدی صاحب گفتن سرتکانی که میگه یک بیادرم یک چیز گفت و یک بیادر دیگه می تو چیزا گفت و ما شاخ کشیدم. همین برادرای ماست که نظریات متفاوت داره و میان حرفای نثار میدارن و ما هم تلویزیون است میگیم خب یک آزادی بیان نکته به نکته هر چیز تو شانه و رشانه کده بریم که چی میگه او را و حتی نمیفهمم که اونا چی میخواین بگوین. صحبتای از اونا را تفتیش کرده نمیتونم کنترل. مگر آمدیم امیر را میتونم یادآهنی کنم که بالای کرکتر و شخصیت شخصی انسان ها درست نیست که حمله شو. مگر آمدیم بالای ای که ای وطن در یک مخمسه گرفتار است، یک عامل بچار بد امی وضعی افغانستان همی است که ای کسای تعلیم یافتی ما، کسای منور، دانشمند، منتقد بالای همی اوزا، اونا میرن یک ناچاپ میبینین سر و کلی از اونا گم میباشه برای یک ماه دو ماه، باز میبینین که در تلویزیون ظاهر میشه اونجا همکار است با همی حکومت. ما خودم شخصا از لحاظ عقیدوی، از لحاظ سیاسی به این عقیده مند استم که همی خود ترک همکاری با همی رژیم و سیستم که دیده به دانسته میفهمیم که این ضد منافع ملی افغانستان ای حکومت برای افتاده، اگر آدم همکاری نکرد در اقل همو حدیث پیغمبر اسلام تطبیق میشه که اگر دیگه هیچ چیز هم کرده نمیتونین شما نفرت کنین از بیعدالتی و بدیها و مظالم و اینا، اونو شما یک جهاد کردین. وقتی ازش پرسیده شد که با پول با قدم با اینوان، یکی گفت ما یکی از ایرام ندارم، ما چطور کنم؟ یا پیغمبر بازو گفت قلب خداری که از قلب در برابر بدی ها شما یک نفرت داشته باشین. یعنی در یک جایی که نفرت سفارش میشه همون است که یک شخص و نفرت کنه از بدی ها. بنان ما به نظر ما شما باید وقتی نفرت میگیم معنی ازی که همکار باید نباشیم. علاوه از این که نفرت نمی کنن یا ضد همی بدی ها نمی ایستن، همکاری خودم اعلان می دارن. دیگر خانم زوره یوسف از لحاظ خود آنچه می کنن در افغانستان همکار است، انتقاد درست است بالای اعمال سیاسی از اونا و ایره حق طبیعی ماست و پروگرام هم یک بخش سیاسی است. زوره جان هم یک بار تشریف آورده بودن، برای ما یک مسیج طولانی گذاشتن و شکوه داشتن که
چرا نام ما در تلویزیون برده میشه و بالای ما انتقاد میشه. باز ما گفتم والا یک بخشی که ما انتقاد میکنم ما تو دیده به دانستان خودت یک موضوع نساختیم، مگر وقتی یک نفر تلفن میزنه و شما مطرح میشین و افراد و اشخاص مطرح در مسائل افغانستان هستین، دیگه من نمیتونم جلوگیری کنم و شما دفاع کنم، در حالی که ما به می عقیده هستم که باید همکاری صورت نگیره و شما از همینجا بعد از انتقادات فراوان دیده به دانسته و همی حکومت فاسد بازم همکاری میکنین، میرین در امو اشغال، در امو بدبختی ها، در امو اگر در قریه میرفتین و از اینجا از ما و از این عنوان $100,000 جمع میکردین، یک کلینیک آباد میکردین، یک مکتب، در امونجا کچکول ملنگی در گردنتان میبود، افتاب و باران افغانستان شما را میزد، خود قدوم مادر تریسا و بزرگایی که به مدعای کار میکنن در اونجا عمل میکردین، باز ما فوق العاده طرفدار اعمال شما بودم که یک چیز کردی، خانم رفت کدام خود زجرم داد، آزارم داد، برای مردم یک تغییر را در زندگی مردم رونما کرد. مگر اگر شما میرین و در ناز و نعمت و در ارگ و باز معاون و باز در موترهای بسیار مقبول و با معاشای گذاف هم کار میشین، دیگه این جفاست به ملت افغانستان. خدا کنه که زور یوسف چی که فرشتی آسمانم پایان شد و این کارا را عمل انجام بده. ما انتقاد میکنیم، این کار ماست، ما مجبورن اجبارن باید انتقاد داشته باشیم بالای بدی ها. اگر شما اعمال نیک انجام میدادین، یک کار خوبی را در اونجا به پیش میبردین، یک پروژه، من خودم هم کار شما میشدم، نه ای که انتقاد نمی کردم، همکاری هم می کردیم. بله، سلام علیکم. سلام صاحب عرض و سلام عدب. قیام صاحب، سلام علیکم. تمام شنوانده و بیننده بفرما. از هم اول ترم سال 1396 برای خودت و از طریق خود برای تمام مسلمان های جان تبریک و تهنیت میگم. وعلیکم السلام. روز اول سال برای خودت یک تلفن کم دم و اسمیلت یک مسج موند ما چون گرفته بوشم. لطف کردین مرا معذور بدارین که با هم ما پس دوباره جواب بتم، اینمی توانایی ما بسیار ضعیف است، ما بسیار معذرت. اوش فرق نمیکنم از اینکه یعنی ما فراموش نکنم. شما لطف کردین حتما. امروز رخ شدم که اولی که سال نو بر تبریک بگویم و با ارتباط این گفتار برادر ما این مومن صاحب راستی یکان کپایی میزنه که شاید یه برم فهمیدن نیست اموزور یوسف بابیش کس که سالها یک عمر در اردوی افغانستان مزدر خدمات شانی شده خوده حضور یوسف یک زن مطبعاتی که چقدر در مطبعات افغانستان خدمت کرده با نام سبک یک آدم ولو یک آدم هر قدر کوچک و ضعیف هم باشه نامشه با سبک زیاد کردن کار درست نیست خصوصا تو زنهای فامیده و رسیره کمیشه در تلاش یه خدمت هستن از این که در کجا همکاری داره یا نداره اوش موضوعات شخصی خودش است. شخصیش نیست قربان شامی، خو برای شخصی نیست، بودجه مملکت است، برای زن افغان باید کار شود. شخصی اگه میرفت یا خاله خود ویزیت میکرد و صاحب در اونجا عروسی را اشتراک میکرد و شخصی بود، برای مملکت صاحب در اونجا در یک جای رفته صاحب که او تأثیر گذار است بالای حقوق زن، همیال سر زنات صاحب یک حالی هست در افغانستان، نه شخصی نیست صاحب. یه چیزایی که شما فرمید گپ خود صحیح، ما با خود موافق هستم اما باز هم مورا که به یک لفافه بگویم و اول ایده سی لاجی از او آدم و من هم نظر نیستم و عرض کردم که او من چی اومد گپ خود دو دفعه تکرار میکنه یا بازم خدا کنه که من خوب میفهم که گپ مرا میشنوه متوجه باشه. او را متوجه باشه و خب مسئولیت گپای زور من ندارم که او چی میگه، مگر آمدیم بالای انتقاد بالای زور یوسف، ما خودم انتقاد دارم، دیگه انتقاد دارم، یعنی اینجا اخن پارا میکرد و سالها تلویزیون ها را گفته بعضی ها شاراند، یکی از اشخاص منتقد بود و مردم هم پول دادن که برنامهش قطع نشوه، بالاخره اونجا حال رفته. خب تأثیری از او چی است؟ چی کرده برای مردم افغانستان؟ با همی حکومت همکارم هم است، با همو بهترین زندگی را هم اونجا دارن همی زن و شوهر، او من انتقادی به جا دارم کسایی که دارن. ای که مومن چی گفته بگویه نگویه یا حرف بزنه نزنه، ای یک مثال است، همه توی خانمای دیگه کسایی که دارن اونجا همکاری میکنن از اینجا رفتن، تنها مرد زن نیست، مردها اونجا بالا هر کدام شما اونا ما انتقادی به جا داریم،
بدبختی افغانستان ابعاد متعددی داره. یک مولای افغانستان خو مقصر نیست برادر گلم. و اینمی ها هر کدامی از اینا به سهم زعم خود به ترتیب خود قدری که چورو چپاول اینا کردن بانکای خارج و درون و بیرون اینا میدانن. سیاف شاید هیچش که زندگی نکنم بهترینش هم یک خانگک دمو قرغه درست کردن اونجا چند تا مولا و چری مری دور جمع است. مگر همین مردم سر هیت میکنه دبی میره سر دمی کابارا و دی طرف طرف در بهترین رستوران ها بهترین لباس اروپا میرن ترکیه میرن میاند می سوایل امریکا چکر میزنن باز پس میرن. یکی دیگه از او به نام چطورکای قیومی سه نمیجا رئیس یک مدیر یک چطورکایی بوده اینجا چند بار بالا از اونجا هم بزک میزنن پشت سر اشرف غنی استاد است هیچ کاری از او معلوم نیست. همی افراد و اشخاص خوب باید انتقاد شون. و شما میخواین افغانستان چاره سازی کنین مشکل افغانستان خواهد یک جای باید آغاز شوه. یک عدم همکاری اعلان شوه. بارها همی را عرض کردیم. حدیث پیغمبر میگم آیات قرآن عظیم شان میگه جهاد شما چی است؟ پیغمبر گفته بهترین جهادی است که با نفستان جهاد کنین. یعنی بد نکنین، آلوده نسازین، دروغ نگوین، دوزی نکنین، و بدی ها همکاری نکنین، اینمی جهاد شد. طالب چیزی که میکنه هر بده میکنه بلا در پسش. اگر شما نهی که جهاد نمیکنن همکاری هم با همی بدبخت ها میدار. همی حکومت صد بار ما شما کل دنیا انتقاد میکنه. مگر میرن با همی حکومت چرخش دور دادن میرن و او را مفت نی رایگان نی در برابر عالم پول ها. بله سلام علیکم سر. بله سر. بله سلام علیکم سر. بله سر. بگو سلام علیکم سر. خوب هستین آقای عظیم جان؟ خیر خیری. زنده باشم حاجی سر محترم. من هم خواستم مزاحم شوم که سال نو را تبریک میگم برایتان. یک حاجی سر محترم همی اگرام به همین نام ولایت ما را بگی به هرات توهین است. یا مرا در کابل بگوی کابلی یا بگوی هزاره خوبه در یک کلمه گفت. ما ببینیم که با هیچ کس ما تعصب ندارم، بهترین صحبت میکنم مومن واضح و ورملا و مشخص نام دوز و نام دغل و نام وطن فروشن باید بگیریم. خداوند قاضی صاحب شفای عاجل بده که او هم بیایه بگوه بیاده چهار تا کلینره که از پایدان موتر یا سر در عمر خود یخچاله ندیده گلنه او خورده آمده مملکت ما را سر دیالت انداخته. این زور یوسف دختر فلم بود اولین کار از یال پدر از هزاره گفت چرا کافر شد. اینمی مردم با اینمی حکومت اینمی خادیست های رزیل صاحب هستم چرا نگوه مومن هیچ چیزی نگو بهترین گپ بزن بهترین گپ بزن مومن میزنه واضح صحبت میکنه مثل یک پشتون مثل یک وطن پرست اما تو واضح میگه طرف خود اعلان نکنه یاد صاحب ده هزار رقم لفافه صاحب تو چرا زور یوسف گفتی زور یوسف یک دوست بود دختر امان الله را آورد همینجا خدا و رسی همی دیگه چیز همی کلازر دیگه سر از شرف داره خانم سجیه همینجا ششته در مجای خود سنگ سنگین واره اما کار خود پیش میکنه یادم دو شوی دوزت بیادت کم بود پدر دوزت کم بود پدر چی بود چی کدن در افغانی نه نه بانه بله سید نه اما میگم پدر و اینا رو بانین خواهمی خود اعمالی همی کسی بله پدرش خواهی ما دو نزدیم اعترام هم نمیگیریم برش عسکری کردیم نوکری کردیم موتروانی کردیم کل ما و شما عسکری کردیم و مون جنرال های وطن پروش پاچه سرخ اون ما هیچ کار در این مملکت انجام نداده باعث بربادی وطن ما بود یک از مزدورای دربار زاهر خان بود حال ما چیزی نگویم زوری سر را سر در کابو خراس میگه تنگول هست دختر فلم بود نتاق بود این همینجا کلاورداری میکرد در تلویزیون آقای مسکین ها که سر جوال میگرف هم رای همین دوزا سر ای چی میکرد از ای چی برای من یک لفت دارم سر ما باید کلش را یک شب بیارم اما آقای شیر خوستی کجاست آصف خان وردک کجاست این همینجا کلش رفته سر در میکاول در می حکومت هستم میرم بیرم جیبا را پر میکنم میرم اینجا خالی میکنم آجی سر او آقای مومن چشم تا سر که اما تو واضح اما تو پتان اوغان آجی بیا واضح بگو در لفافه مزدی دوزا واری خونه میشه آجی سر ما این چیز نمیم زوری و سر چیز که شخصیتش باشه سر رفته شما ببینیم چاده یا زیر من در فلسطه هم او روز در ایراد چیشته بود سر تو در ایراد چی بد میکنی من باشم والا بلا زخنت میگیرم یا خواهین وطن فروش بود خودش فامیلش کلش هم سر اینمی ها ندارم سر به این بانه اینمی ها پرچمی ها سر اینمی ها خلقی ها و شوله ها و همی بدبخترین مردم هست که همه نفرهای از یانستشان در کابل از نزدیش در امریکا والا چما تاوین کنیم هزاره گفتیم بینی پوچو که هزاره در گفت هزاره نه 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 تشکر کفایت میکن. بله سلام علیکم. سلام علیکم رحمت الله. و علیکم سلام. امی یک تعداد مردم برشان امی موقف بسیار مهم است. این امی که در هر حکومت به دمو خود رنگ میکنه. آفرین. اگر شما می وقتی که
ترکی را امین کشت که یا من سرقدر شد اگر مو ویدیوش باشه اینمی زوره یوسف در سر امین گل منداخت در مو وقت نطاق بوده کی بود یکی دیگه فوزی نام داشت یکیش پتوس گرفته بود یکی دیگهش که تیر میشد گل پاش میداد ایناله چون اینجا سرادا که باز شد و امریکا قبول میکرد و اروپا قبول میکرد اینمی یک پیداد استفاده جای از اونجا که در اونجا برشان همه قدر بود که استفاده میکردن بازوش یک خلا شد ایسو که دیدن که استفاده جی ایسو از کلش گریخت اولین کسایی که گریخت این مردم های بودن که در اونجا همکاری میکرد بعد از این مردم هایی که دیگه کسا داخل برامدن اینا همین استفاده جویی که هست کس که ایمان درست ندارد در گروه خودم میزنن اما خلقه سابق امروز های که مشاور غنیس یا چیز هست هیچ کس نمیگه بیادر که نمیدم اون وقت نفر کشته بود پای خود از اونجا بازد مجاهدین جنگ کرده بود مردم ها کشته بود که پایش از بین رفته بود دیگه اینمی مردم ها کلش استفاده جوی هست که میرن برای بخاطر پیسه هر کار میکنه وقت میگی بیادر امیر حق میگی همه تو راست اینه ما بارها گفتیم یکی و دوتا نیسته این خویه نامی از این خانم گرفته شده فقط برشان پیسه مهم هست دیگه هیچ چیز مهم نیست پیسه مهم هست اینه می راحت ساتی دیگه کار راحت خانمو پیسه هست که ما حالا فرزن زوره یوسف اینجا ریال استیت داشت چی داشت کجا پیدا میکرد ما یک سال یک لک پیدا میکرد حالا در اونجا ما فکر نمی کنم که از 15-16 هزار کم ماش بتن و در مملکتی که یکی بیاده به یک هزار دلار ماش نمی گرفت ولی وزیر سابق یک هزار دلار ماش نداشت اما امروز می یک نفر که میره مشاورش خلاص قسم میکنه 15-20 هزار دلار میگیره خوی نمی استفاده جوی باعتن خود خدمت میکنه از طریق دولت نره بره اونجا یک سکول واز کنه اونجا بره یک جای معلم شود یک مکتب که بفهمه که چه قسم از زندگی مردم درست میگی؟ وقتی افغانستان رو بیان میداری بیاده اونجا یک مسئله چی نیست؟ مسئله ماش نیست؟ 16 هزار دلار خوکاش باشه سر. از امی رسوخی که خانم سخنگوی روح الله جان است کار هر کس در جای بند شود سر بینیم این میره خلاص میکنه در قاچاق و در چی ایره خب من نمیگم ما سر طرفی از این خانم دیوال باشه هیچ منظوری من این نیست فعلا موضوع بحثی ما میناند مگر امی کسایی که در پارلمان نشستن کسایی که در به امرای اشرف غنی به ارتباط هستن به اون ماش کی گزاره میکنن اونا سب میرن سب واسطه و واسطه بازی فرزن کار یک نفر در گمرک بند است مالش آمده فرزن 10 میلیون دلار او باید بتا 1-2 میلیونی از زوره نمیدانم مالیاتو که دیگه میره دیگه میره طوری مثال برایتان عرض میکنم میگه بیادر همی از این گمروک میره خلاص کو 2 میلیون دلار جایی که اونجا بتوم سه من 500 هزارش که خودت میتوم و 2 لک دلارش هم رئیس گمروک هر بلایی که از سوره میتیم و من خودم هم فایده میکنم و خودت هم اون امور صاحب از رسوخ از او استفاده میکنم و یکی به دیگه پاسکان دارم باز کاری از او رئیس که بند شوه و او را واسطه میکنه که در اونجا باشه سه. یک صاحب همه تو یک نتورکینگ همه تو چی جولاوری تو یک ویب گفته یک جال جولاوری اینا درست کردن که هر یکی را مندازه در او صاحب شکار میکنن یه خو یکی اینا نیستن سه تعداد کثیر مردم دیگه همه تو از رسوخ استفاده میشه وکیل پارلمان میره اگر بعدن نگویی در پارلمان میرم صدا میکنم و چیغ میزنم که فلانی رشوه و زود در دانش یک چیز تخته میکنه که وکیل گم شد همی کسای اطرافیان اشرف غنی قدر از رسوخ اشرف غنی شاید دو بیچاره خبر هم نباشه استفاده میداره یا نفرهای عبدالله بله سلام علیکم بله سلام آقای خدام و علیکم سلام فقط بسیار کوتاه و مختصر ما تایید میکنم گفته های آقای مومند ای خانم دیجه بسیار دزدی کرد و بعد هم دو جا رفته دوزدی تنها ماش نمیگیره دوزی ها میکنه 20 هزار اگه ماش میگیره غیر از اون پالوش خودش و شوارش بسیار زیاد دوزی میکنن و در امریکا مسکینی ها لوف کرد و سجه مردم های امریکا و اروپا را و خانم زوره دو جا رفته و همسال از اون کسای دیگر هم هستن این باید کلی متوجه باشه تشکر از شما آقای خطاب زیاد وقتانه نمیرم دو چیز است یکی است که بدگمانی است
یکی تهمت است و یکی واقعیت گویی است. وقتی شما دیدین که واقعیت در فکرتان خطور میکنه، همینجا هم پولایی که در تلویزیون ها گرفته شد به نام خانه ویرانی و دیگه و دیگه و این مؤسساتی که در امریکا درست شده توسط همین اتاقا بنیاد و بنیاد، بنیاد مردم کشیدن سای پولایشان رو گرفتن در جیب خود به نام بنیاد، او رو خب بگوین او برادر و چرا نمیگین حقا؟ ای خب وظیفیت اخلاقی و انسانی و دینی شماست، یکی کی هست و مهم نیست، یکی چی کده او بیشتر مهم است. کدام خانم است، کدام مرد است، کدام هر کی باشه اینجا لوف کده. آلی در افغانستان رفته ایره خو وقت است اونجا کار است، زن افغان در خاکدان نشسته، همیل یک دو طفل 7 ساله را چند نفر سر از او تعرض کده، زنها سنگسار شدن. زن افغان بدترین حالت هم امروز داره، شوهرش بیکار است، طفلش در کوچه گدایی میکنه، پولا رو اینا در جیب خود میزنه برای ساتیری خود. چرا یک نفر نگوه یکی کی است؟ هیچ مهم نیست، کی منور است و هیچ منور کسی نیست برادر. دوز، غارتگر، دروغگوی، نالایق، این می بدخطاب شو برش. ای که پدر یک کس با کدام قوم منصوب است رو ما نمیخوایم که یک نفر بگویه او درست نیست و تبعیض است. هر قوم شریف است، هر مذهب برای ما قابل احترام است، مگر اعمال مردم مهم است. بله سلام علیکم. بله بله سلام علیکم. سلام دارم خدمت شما و شنوندگان شما. نوابی صاحب سلام علیکم. خطاب صاحب یک بزرگان میگن که آنان که افتخار بر اجداد میکنن چون سگ با استخوان دل خود شاد میکنن. در مورد کسایی تایید میشه که کسایی که از خود دستاوت ندارن و به دستاوت کسای دیگه افتخار میکنن، مگر کسایی که مثلا پدرشان یا کسای پیشوایشان از خود یک دستاورد خوب داشته، بازماندگانش باید کاری بکنن که باعث افتخار اونا شوند. آفرین. یک وقت مثلا پدر زوره یوسف جنرال بوده، در وقت جنرال شدن هم کار ساده و بسیط نبود به هر صورت، اما ای اگر نام پدر خود حفظ میکرد دمی دولت فاسد ولو که $1,000,000 میدادش نباید اشتراک میکرد. خود داوود سلطان زوی از زمین استفاده کرد، رفت اونجا در انتخابات سهم گرفت، برابر 10 انگشت یک نفر رای نگرفت و از زمین اشرف غنی بارا انتقاد میکرد، اشرف غنی ترک از کرزی انتقاد میکرد، از خود اشرف غنی انتقاد میکرد. دیگه زمانی که باز چی شد، باز در گروه اشرف غنی در پلیس آمد، به خاطر مسائل مادیات در پلیس از خود سلطان زوی گرفت، امروز $1,000,000. شما باور کنید که $20,000 معاش نمیگیره، حداقل از $50,000 زیاد معاش میگیره. امی قیومی خطاب سر از سنفی های ما بود، اول نمره سنف ما بود و لایق آدم هم هست، ولی شما باور کنین که حال $600,000 در ماه او معاش داره. اگه او وجدان داره، اگه بخاطر وطن و وطن پرستی رفته، خود در $5,000-$10,000 بهترین زندگی در افغانستان میشه. خیلی ها بگن که ما $10,000 معاش میگیریم، $600,000 برای ما اضافی است، امیده برای مردم کمک بکنیم. آفرین. شما خطاب صاحب چند روز بیانات سخنگوی وزارت دفاع را شما اگر شنیده باشین، این به منتهای بی‌وجدانی گفت که ما از خریداری $700,000,000 ما ذخیره کردیم، ولی اشرف غنی امر داد که این را بر صاحب منصبا تقسیم کنیم، برای هر صاحب منصب $22,000 رسید، از اولش از قدم وزیر دفاع تا پایین رتبه. ولی عسکر بیچاره که مرده پیسه کفن نداشته، حتی کسی نبوده که مردوی مرده از باره انتقال بدن. بله بله. پس مردم حق دارن که این انتقال بکنن و این مردم باید وجدانشان بیدار شوند. با این دولت فاسد اینمی که فرموده شما یک کس همکاری نمی کنن، چیز از دستش نمی همی کار باید نکنن. پس اینا وجدان ندارن، آبروی فامیل خود، پدر خود اینا رو در نظر نمی گیرن. لازم باید اینا متانتقاد شوند، باید اینا متتوین شوند، باید که تو مردم دیگه پند بگیره که دیگه کسی جرات خیانت نکنه. با هر زور ما سردم نه. درست فرمودید. چشم تصدق نوی بیسن. بله سلام علیکم. الو و علیکم سلام، بفرمایید. سال نو به شما تبریک. با تمام ماتمای ما خواستم صرف یادآوری کنم بعض از اشخاص غرض و مرض آلود هستن و تاسف هر کس و فکرگیرشون به توهین برش میکنن و تحقیر میکنن و قسمی که شما فرمودین تا جایی که ثبوت نباشه اتهام زدن. در قرآن شریف گفته شده که بر کس اتهام زدن ناحق جزای بزرگ داره و گناه کبیره است. مثلا من مثال دارم، میتونم آقای عظیم جان که هیچ معاشر از این بیغم نمیشه
میرن در تلویزیون های لایاری هم اینا دستپوسی میکنن و در تلویزیون های هر تلویزیون زنگ میزنن و نمیفهمن که مقصد از اینا چی هست و همیشه انتقاد میکنن انتقاد ها بالای هر کس و همه کس من فکر کنم کار درست نیست وقتی که سنت نباشه انتقاد کنن سر از اینکه شما یادآوری کردن که بعض از تلویزیون ها مؤسسات ساختن و به حساب پول مردم جمع آوری میکنن به حساب خیرات با احترام که به شما دارم و اکثریت ملت افغانستان به شما احترام دارند می کشتی شما رو سوار است کدام یکی هست برای ما بگو برای ما هر چیزی که هست آقا جان اول مرا بیاین می ما آدرس خودم میتونم از یخانی ما بگیریم مرا هر بدی که کدیم بیاین ما اینجا توبه میکشم جلوی خداوند هر چیز یک عبا و دینار کسی گرفته باشم ما اینجا جلوی کلگی در دنیا اینا سوگند نه منظور من نبود که بگوین خواسته شما اختلاس کدیم چی کدیم و به حساب کمک مردم وقتی که مردم اینا به حساب بگر مسکنی ها و اشخاص دیگه است سر مردم صدا میکنن به حساب کمک صدا میکنن درست است وقتی خیرات مردم میته عجیب خود میته و او دیگه رفت هر طرف که رفت نه نه هر طرف چرا برای هم بقیم شما به حساب نه من نگه وقتی که مردم کمک مردم میکنه شما میدانن ما کمک خوب تلویزیون میایونه تلویزیون روشن است مصرف تلویزیون میشه $40,000 مصرف داره برای مسجد کمک شده مسجد آباد شده برای کلینیکا شده سیدان کلینیک موجود است فیلم آورده شده برای ما خو کس کمک نکده ما پولی کس خو ایفو مایل نکردیم که هر طرف رفت این مغز خود چی نگه قربانی چا وقتی که خودت خیر و شر ندانی که این خو اتهام نیست $2,500,000 جمع شد گم شده خودش میگه که ما باز یک وقت یک بنیاد جور میکنم در اونجا باز میکرویان جور میکنم در بدخشان در کوپایکر و قلاهای بدخشان 5 سال است که پولای مردم کلی شایف و مایل کرده دروغ است و همه تو بنیادهایی که درست شده یه خواه اتهام نیست یا فرزانی کسی را که گفتن که رفته همیالی با امرای خانم اشرف غنی همکار است یه خواه اتهام نیست خب کلش واقعیت است روی روش اگه یک نفر بیای بگوی که والا نمیدانم که فلانی خان یک آدم نامش است و بازو به تو دوزی کده و ما میگم بیادر یه بهامات است نبیان بالای مردم ناق ناق انتقاد نکنی یک دقیقه وقت داریم در آخر پروگرام استیم بله سلام علیکم بله سلام علیکم و علیکم بفرما خطاب سر خوب است خیر خیرت بفرما سال نو مبارک برتون و علیکم سلام بفرما تشکر خطاب صاحب ما آقای عظیم بسیار توهین میکنه به قوم هزاره و به قوم پشتون بسیار توهین میکنه به تلویزیون اهل بیت هم میره بسیار میگه سنی های طرف او کاری بد میکنه هر کس که توهین کرد اون کاری خوب نیست بله سلام علیکم سلام علیکم خطاب صاحب ببینم یک موضوع رو یاد نکردین چی رو خطاب صاحب یک موضوع رو یاد نکردین ببینم ببین شما شما ببینین از همین تایمنی قرار فتلا خان شارنو شارنو همه تا به طرف چرای انصاری مثلا هم تا به طرف شیرپور وزیر اکبر خان قلای موسا همین 20 خانه را شما تلقیت بدن غلیم یک قوم یک نفر دیگر نببینه غیر تمام قوم پایشهری یا نمی تمام همین تمام همین سایه کابل هست همین یک قوم باید بگیره همین رای خدا هست همین رای انصاف هست چرا نگیره خوب یک قوم ها گرفته در یک محل زندگی میکنه مگر ای که با زور گرفته باشه با دروغ با خیانت او مهم است یک قوم گرفته و مشکل چی هست یک محل هست یک قوم دمی افشار کلگی برادرها و خواره ازاره زندگی میکنه یا فرض کنین در شاشهید پشتونا بیشتر زندگی میکردن مشکلی ای که یک قوم در یک جای زندگی میکنه مشکل نیست ای که چطور گرفته او مهم است عرف ما بالای خیانت است ای که در یک محل ده خانه پالو به پالو از پنشیریسی از لوگریسی از دیگر است او مشکل نیست بلی سلام علیکم بلی سلام علیکم بلی آقای خطاب شما قطع کردین صدای مره شما چی گفتین که ما قطع کردیم پیشتر گفتم از خاطر اختلاس بسکنیار ما بایدتون دلیل گفتم و شما رو همچنان گفتم و پیش ملت مردم افغانستان مسئولیت خب بس است بیادر خود نیم ساعت بالا یک موضوعی که میشه در یک دقیقه گپ بزنیم ما قطع کردم اتون بله سلام علیکم او رو خوب گفتیم بله سلام علیکم بله بفرمایید
آقای خطاب، من باستم مزایم شما شدم. یه آقایی که پیشتر هم روی شما گفت داد که میگفت اسناد باشه و سند باشه که فلانی دزی کده یا نکده و چطور و چیکاری، ما لودر بود که ما از کجا بیاریم، سند از کجا بیاریم. یا آقای مسکینی ها که میگن که یکی از دوستای ما از آلمان برش تلفن کرده که پیسه ما چی شد، باز گفته که اینجا بیا سبزی چلو هم برد میتون، چای هم میتون، باز برد حساب هم میتون که پیسه چی شده. یادمه که پیشتر قبل بسیار لوده بود دیگه. تشکر بسیار. چی ارز کنیسه؟ ما مشکل مهمی است که بسیار چیزای آفتابی را پنهان میکنیم، برای دروغ مردم توجیه درست میکنیم، پلاپوت میکنیم. وقت روی روش کلگی در تلویزیون برسه جهانی صحبت صورت گرفته او بوده، یا یک نفر دیگر کاغذ و سند کلش برامده سب که این چیزها را پیش میبره، پولا ایف و مایل میشه. یا فرض کنیم یه خانم رفته در افغانستان کار بار زندگی خود اینجا گفته بعضی ایلا داده میاله در اونجا ایشونوش میکنه و سب 6,000 و 10,000 و 20,000 میگیری، خود دروغ نیست. کجا ازی دیگه سند که تو یک سند هم که بیاریم میگه نیست، سند ساختگیست. امروز هم یه اسناد تا این بعضی ها داکتر میگه من داکتر هستم، ورقای ساختگی داره و داکتر نیست. یکی با زور ثبوت بساز و نشان انگشت و صاحب دیگه بسیار وقت مردم زایی میشه. یه الان یک نفر خود از روی اقرار میکنه کلی مردم موقعی و اینا میگم و چیزا. به هر حال دوستان عزیز به اینجا بسنده میشیم، ما بحث ما دیگه چیز بود، به یک طرف دیگه کشانیده میشه. عقلتان و وجدانتان به کار بیاندازین، اگر داریم اگر میخوایم وجدانی صحبت کنیم امو کار کنیم. آمدیم بالای قوم، بالای شخصیت درون زندگی زیر چتر فامیل، او را ما نمیخوایم که یک نفر بالای شخصیت یک نفر. آمدیم بالای افغانستان، الان مسائلی که مربوط است به مردم افغانستان او را اگه بیان میدارین، او حق شرعی شماست، پروگرام امیر میگه، از این خاطر ما شما را دعوت میدارم که صحبت بدارید. به هر حال تاسی هر یو پخدای سپارم گران دوستانو، به مخم خدای پامه.